داستان کوتاه جنگ اثر لویجی پیراندلو مسافرانی که شبانه با قطار سری و سیر روم را ترک کرده بودند ناگزیر شدند تا سپیددم روز بعد در ایستگاه کوچک فابریانو که خط آهن اصلی را به سمو متصل میکرد به انتظار قطار کوچک و قدیمی محلی بمانند در سپیددم زنی تنومند سراپاس یا همچون بسته بیشکل از واگن درجه دوم دود زده و دم کرده ای سر درآورد که پنج نفر شب را در آن گذرانده بودند. پشت سر او شوهرش مردی ریزندام، لاغر و تکیده، نفس نفس زنان و نالان با چهره رنگ پریده و چشمهای کوچک و گیرا که شرم و بیقراری در آنها خوانده میشد پا به قطار گذاشت. مرد که سرانجام جای نشستن پیدا کرده بود، از مسافرانی که به زنش کمک کرده و جا برایش باز کرده بودند معدبانه تشکر کرد. سپس رو به زن کرد. یقه پالتو او را پایین کشید و معدبانه پرسید حالت خوب عزیزم؟ زن به جای پاسخ یقه اش را تا روی چشما بالا کشید و چهره اش را پنهان کرد. مرد با لبخند زمزمه کرد ای دنیای کسیف. و احساس کرد موظف است برای همسفرانش شر دهد که زن اش سزاوار دلسوزی است. چون جنگ پسر یکی یک دانه وی را از کنار او دور کرده آن هم پسر بیست ساله ای که آنها هر دو زندگی خود را به پایش ریختند و حتی خانه خود را در سمول مونا به باد دادند تا توانستند همراه پسر به روم بروند اسم او را به عنوان دانشجو بنویسند سپس اجازه دهند که داوطلبانه در جنگ شرکت کند به این شرط که دست کم تا شش ماه او را به جبه نفرستند اما ناگهان تلگرامی به دست آنها رسیده که در آن نوشته شده تا سه روز دیگر از روم می رود و از آنها می خواهد که برای بردقه وی به روم بیایند. زن زیر پالتو پیچتاب می خورد و گهگاه مانند حیوانی وحشی خورناس می کشید. دلش گواهی میداد که همه آن حرفها سر سوزنی دلسوزی آن آدمها را که احتمالا موقعیت ناگوار خود او را داشتند جلب نکرده است یکی از آنها که سراپا گوش بود گفت شما باید شکر خدا رو به جا بیارید که پسرتون تازه به جبهه میره پسر منو از روز اول جنگ به اونجا فرستادن و تا حالا دو بار با تن مجروح اومد و باز به جبهه برگشت مسافر دیگری گفت منو چی میگید من دو پسر و سه برادرزاده در جبهه دارم شوهر زن بیدرنگ گفت بله اما آخه این پسر یکی دونه ما بوده مسافر در جواب گفت چه فرقی میکنه آدم ممکنه پسر یکی یک خود را با توجه بیش از حد لوس بکنه اما او رو بیش از وقتی دوست نداره که چند بچه دیگه هم دورش گرفته باشن محبت پدرانه نون نیست که بشه تیکه تیکه کرد و به طور مساوی بین بچه ها قسمت کرد هر پدری هم محبتش رو بدون تبعیض نثار هر کدوم از بچه هاش میکنه خواه یه بچه داشته باشه خواه ده تو بچه و اگه من حالا برای دو پسرم ناراحتم این ناراحتی برای هر یک از اونها نصف نمیشه بلکه دو برابر میشه شوهر آشفت خاطر آی کشید و گفت درسته درسته اما بگیریم البته دور از جان شما پدری دو پسر در جبه جنگ داشته باشه و یکی از اونا را دست بده در این صورت یکی از اونا براش میمونه تا تسلای خاطری پیدا کنه در حالی که دیگری از جا در رفت و گفت بله پسری میمونه تا تسلای خاطری پیدا کنه اما در این حال پسری میمونه تا باز نگران جونش باشه کدوم یکی از این دوتا موقعیت بدتره؟ نمیبینید که وضع من چقدر ناگوارتر از شماست مسافر دیگر مردی چاق و سرخ چهره با چشمهای خاکستری کمرنگ و بیرون زده میان حرفش رفت و گفت چرن میگید نفس نفس میزد چشمهای بیرون زدهش گویی خشونت درونی نیروی سرکش را بیرون میریخت که تن ناتوان او تا به نگهداری آن را نداشت او که سعی میکرد دهانش را با دست بپوشاند تا جای دو دندان افتادهش در جلوی دهان دیده نشود دوباره گفت چرن میگید چرند میگید مگه ما برای استفاده خودمون بچه پس میندازیم مسافران دیگر با پریشانی به او خیره شدند مسافری که پسرش از روز اول جنگ به جبه رفته بود آهی کشید و گفت حق با شماست بچه های ما مال ما نیستند مال میهن ما هستند مال میهن ما مسافر چاق با حاضر جوابی حرف او را قطع کرد و گفت باها پس بفهمون ما با یاد میهن بچه پس میندازیم پسرای ما به دنیا میان خب دیگه چون باید به دنیا بیان و وقتی به دنیا آمدن جون ما نزارشون میشه واقعیت مسئله همینه که میگم ما مال اونا هستیم اونا مال ما نیستن و وقتی به سن سالگی میرسن درست حال سالگی ما رو پیدا میکنن ما هم پدر مادر داشتیم اما چیزهای دیگه هم تو این دنیا بود زن، رویه های دور و دراز، پیوندای تازه و البته میهن هم جای خود رو داشت یعنی وقتی بیست ساله می شدیم به ندای اون پاسخ می دادیم. حتی اگر پدر و مادر جلو ما رو می گرفتن. البته حالا در سن سال ما عشق به میهن هنوز هم همون قدر منزلت رو داره میخوام ببینم بین ما کسی پیدا میشه که اگه بنگشت رو داشته باشه نخواد جای پسرش را از ته دل تو جبه بگیره؟ صدا از کسی در نیامد همه سر خود را به نشان تصدیق تکان دادند مرد چاق دنبال حرفایش را گرفت پس ما چرا به احساسات بچههامون وقتی به بیست سالگی میرسند نباید اعتنا کنیم طبیعی نیست که وقتی بیست ساله میشن به عشق میهن توجه کنن؟ البته منظورم پسرهای سربراهه و اون رو مهمتر از علاقه به ما بدونن؟ طبیعی نیست که ما رو پسرهای پیری بدونن که از کار افتادیم و باید تو خونه موندگار بشیم؟ و اگه میهن مثل نونی که تک تک ما باید بکوریم تا از گرسنگی نمیریم وجودش ضروریه پس کسایی باید برن و از اون دفاع کنن و پسرای ما پسرای بیست ساله میشن این کار رو میکنن و به اشکای ما نیاز ندارن چون اگه بمیرن هیجان زده و شادمان میمیرن حالا اگه کسی جوون و شادمان بمیره با جنبه های زشت زندگی با هقارت ها بیودگی ها و سرخوردگیها ها روبرو چه بهتر از این؟ در مرگش کسی نباید اشک بریزه همه باید بخندن همینطور که من میخندم یا دست کم شکر خدا رو به جا بیارم همینطور که من به جا میارم چون پسر من پیش از مرگ برام پیغام فرستاد که پایان زندگیش همونطور بوده که همیشه آرزو داشت برای همینه که چنان که میبینید سیاه هم نپوشیدم کت پوست گوزن خود را که رنگ روشن داشت تکان داد تا حرفش را ثابت کند. لب کبود او که جای دو دندان افتاده او را می پوشان لرزید. در چشمهای بیارکتش عشق خلقه زده بود و چیزی نگذشت که حرفایش را با خنده جیغ مانند که به حقیق می پایان داد. دیگران تصدیر کردند کاملا همینطوره. کاملا همینطوره. زنی که زیر پالتو در یک گوشه مثل بسته به نظر می رسید و نشسته بود و گوش داده بود سه ماه می شد که سعی کرده بود در گفته شوهر و دوستانش چیزی پیدا کند که از اندوه عمیقش بکاهد و تسلای خاطری پیدا کند چیزی که به مادر آن قوت قلب را بدهد که پسرش را نه تنها به سوی زندگی خطرناک بلکه به سوی مرگ روانه کند اما در میان همه حرفها تا یک کلمه تسلابخش نیافته بود و اندوهش از آنجا بیشتر شده بود که دیده بود هیچ کس آنطور که اندیشیده بود نمیتواند احساساتش را درک کند. اما حالا گفته های مسافر او را گیج و کمابیش شگفت زده کرد. ناگان دریافت که این دیگران نیستند که در اشتباهند و نمیتوانند او را درک کنند. بلکه خود اوست که نمیتواند به پای مادران و پدرانی برسد که بدون عشق پسران خود را هنگام جدایی بدرقه و حتی تا لب گور تشریح میکنند. سرش را بلند کرد و از همان گوشه که نشسته بود جلو آورد و سعی کرد با همه وجود به جزئیاتی گوش دهد که مرد چاق برای همسفرانش تعریف میکرد و شهر میداد که چگونه پسرش مثل قهرمان شاد و بدون تعصف خود را برای میهن به کشتن داده است به نظرش رسید که به جهانی کشانده شده که هرگز در خواب هم توانست ببیند جهانی که برایش بسیار ناشناخته بود و از اینکه میدید همه به پدر شجاعی تبریک میگویند که چون این صبورانه از مرگ پسرش حرف میزند بی اندازه خوشحال شد اون داستان کوتاهی از لوی جی را با نام کلاق میتزارو بشنوید روزی چندین دهقان بیکار بر بلندی های میتزارو کلاق بزرگی را که در کمال آرامش روی توکما خوابیده بود غافلگیر کردند به او گفتن اوهای احمق چیکار میکنی نگاش کنی رو تخ خوابیده این کار زن تو حالو باور کردنی نیست که کلاق دلایلش را فریاد نکشد با دلایلی کلاقانه دلایلش را گفت طبیعتا قابل درک نبود بیکارها آن روز با آزار و اذیت کلاق تفریح کردند یکی از آنان او را با خود به دهکده برد روز بعد چون نمیدانست چه کارش کند زنگوله برنجی به عنوان یادگاری به گردنش بست و آزادش کرد و گفت کیف کن. تأثیر آن زنگوله پرسر و صدا بر کلاق هنگامی معلوم شد که او آن را آویخته برگردن با خود به آسمان بود. از آنجایی که خود را به دست پروازی بلند بالا سپرده بود، معلوم شد که از آن خوشش آمده است. بنابراین لانه و همسرش را فراموش کرد. درینگ درینگ درینگ. درین. دیوانان که دلا مشغول کار روی زمین بودند با شنیدن صدای ممتد زنگوله کمر راست کردند این طرف و آن طرف دشت پهناور را زیر آفتاب داغ نگاه کردند و گفتند کجا زنگ زنند؟ بادی نمیوزید پس آن صدای زنگ جشن از کدام کلیسای دوردست ممکن بود به گوش برسد هر چیزی را میتوانستند تصور کنند جز اینکه کلاقی در هوا صدا بدهد چیکه که به تنهایی در مزرعه کنار بوتهای بادام را گود میکرد تا در آن کود بریزد فکر کرد ارواح آمدهاند خیلی زیاد به روح معتقد بود حتی برخی شبها که دیر از مزرعه برمیگشت در طول جاده نزدیکی های کورهای خاموش که ارواح در آنها خانه داشتند شنیده بود که صدایش میکنند چطور اینطوری صدایش میکردند چیکه؟ چیکه؟ موهایش زیر کلا سیخ میشد. حالا آن صدای زنگ را ابتدا از دور شنیده بود. بعد از نزدیک دوباره از دور آن دوروبر هیچ کس نبود. دشت درختان و گیاهانی که حرف نمی زدند و نمی شنیدند با تمام بیهستی خود وحشت را در او زیاد می کردند. بعد برای نهار که صبح با خود آورده بود رفت. نیم نان و یک پیاز درون خورجینی که کمی دورده از کنار کتش به شاقه درخت زیتونی آویزان کرده بود. پیاز را درون خورجین پیدا کرد. اما از نان خبری نبود. و این اتفاق سه بار در طول چندین روز اتفاق افتاد. موضوع را به کسی نگفت. چون میدانست که وقتی اروا کسی را هدف بگیرند وای به حالش اگر با کسی درد دل کنند. به راحتی گیرد میآورند و پوست از کلد میکنند. چیکه شب که از کار برگشت به همسرش که از او پرسید چرا مثل آدمای سنگی هستی؟ جواب داد حالم خوب نیست. کمی بعد همسرش که دید او دو سه کاسه سوپ را پشت سر هم میبلد به او گفت اما خوب غذا میخوری و او گفت آره. چی که از صبح بی غذا مانده بود. نمیتوانست حرف دلش را به کسی بگوید. تا اینکه خبر آن کلاق دوز که در هوا زنگوله میزد در دهکده ها پیچی. چی که در اشتباه که نمیتوانست مثل دهبانان دیگر که از موضوع مطلع شده بودند بخندند گفت قول میدم و قسم میخورم حقشو حقش که به دستش بذارم چه در خورجین به همراه نیم قرص نان و پیاز چهار تا باقلای خشک و چهار گلور نخ با خود برد به محض رسیدن به مزرعه زین را از روی اولاغ برداشت و او را برای خوردن علوفه باقی مانده به گوشه ای فرستاد. او با علاقه صحبت میکرد. الاغ گاهی این گوش و گاهی آن گوشش را بلند میکرد و هر از چندی صدایی با دهانش در میآورد انگار که به طریقی جواب او را بدهد. چیکه که آن روز به اولاغ گفت برو چیچو برو ببین که چقدر تفریح میکنی. باقلها را سوراخ کرد و به چهار گلوله نخ که به زین شده بود بست و آنها را روی خورجین روی زمین گذاشت. سپس برای بیل زدن زمین دور شد. یک ساعت گذشت. دو ساعت. گاهگاهی کارش را قطع میکرد و برای شنیدن صدای زنگ در آسمان کمر راست میکرد. گوش میسپرد. اما صدایی نمیامد. دوباره شروع به بیل زدن میکرد. موقع صرف نهار شد. چیکه در تردید بود که به سوی نان برود یا بازم کمی صبر کند. سرانجام به خود تکانی داد اما بعد که دید تومه به این خوبی روی خورجین آماده است حیفش آمد خرابش کنند. در آن لحظه صدای واضح زنگی را از دور شنید سرش را بلند کرد خودشه و دولا و بی صدا و هیجان زده آنجا را ترک کرد و در دور دست پنهان شد اما کلاخ که انگار از صدای زنگولهش خوشش آمده بود آن بالا بالا چرخ می زد و پایین نمی آمد. چیکه فکر کرد؟ شاید منو میبینه. برای پنهان شدن در دور دستر از جا بلند شد. اما کلاق بیان که نشان دهد میخواهد پایین بیاید به پرواز در آسمان ادامه داد. چیکه گرسنش بود اما نمیخواست عقب نشینی کند و شروع به بیل زدن کرد. صبر کرد و صبر کرد. کلاق هم آن بالا میچرخید. انگار که این کار را عمدن به خاطر او انجام میداد. چیکه گرسنه که نان در دو قدمیش بود بیان که بتواند با آن دست بزند خون خونش را میخورد اما عصبانی و کل شب مقاومت میکرد پیش خودش میگفت بالاخره پایین میای تو هم باید گشمت باشه اما کلاق انگار با صدای زنگوله از آسمان با کینه توزی جواب میداد نه تو نه من یک روز تمام اینچنین گذشت چیکه اوقاتش تلخ بود همچنان که کوله پشتی را که در آن چهار تا باقلا مثل خرمهرهای نوع جدید آویزان بود روی اولاغ میگذاشت با او در دل میکرد و در طول را آن نانی را که در تمام روز مایه آزارش بود گاز میزد و با هر لغمه به خاطر اینکه او نگذاشته بود بگیردش فوشی نصار کلاخ کرد پس فترن دزد خائن اما روز بعد برایش خوب بود تومه باقله ها را با دقت فراوان آماده کرده بود و تازه مشغول به کار شده بود که صدای زنگ نامنظم و قارقار فلاکتباری را به همراه بال بال زدن شدیدی در همان نزدیکی ها شنید. دوید. کلاق آنجا بود. گرفتار بندی که از منقارش بیرون زده بود و داشت خفهش میکرد. در حالی که بالایش را محکم میگرفت سرش فریاد کشید. آه گیر افتادی. باغالا خوشمزه است؟ جونه بر بد ترکی. حالا نوبت منه حال جا میارم بند را برید و برای شروع دو تا مشت حواله کله کلاق کرد این برای ترسوندنم اینم برای گشنموندنم اولاق دیگری که کمی دورتر داشت علوفه ها را میخورد با شنیدن قارقار کلاق پا به فرار گذاشت. چیکه با صدا متوقفش کرد. بعد از دور حیوان سیاه را نشانش داد. اینهاش چی چو؟ گرفتمش گرفتمش از پا به درخت آویزانش کرد و سر کارش برگشت در حال بیل زدن به انتقامی که میبایست بگیرد فکر میکرد باید پرهایش را میکند تا دیگر نتواند پرواز کند بعد باید او را به دست بچه های خودش و بچه های همسایه میسپرد تا دخلش را بیاورند و با خود میخندید با فرارسیدن رسیدن شب کوله پشتی را پشت اولاغ گذاشت. کلاغ را برداشت و از پا به یک تکه چرم پشت زین آویزان کرد و به تاخت رفت. بنابراین زنگوله به گردن کلاغ به صدا در اومد. اولاغ گوشایش را تیز کرد و سر جانش میخوب شد. چکه فشاری به افسانش آورد و سرش فریاد کشید. هین و اولاغ دوباره به اما آن صدای غیر عادی که صدای خفیف پاهایش را روی خاک جاده همراهی کرد در حقیقت برایش جا افتاده بود چیکه همانطور که میرفت فکر میکرد که از آن روز به بعد دیگر کسی در دشت صدای زنگ کلاق میتزارو را بر فراز آسمان نخواهد چنید حیوان بدجنس در اختیار او بود و نشانه ای از حیات در آن دیده نمیشد رویش را برگرداند و با افسار ضربه به کله کلاق زد چه میکنی و کلاق بر اثر ضربه صدایی درآورد قار غلاب ناگان بر اثر آن قار غیر منتظره با گردن راست و گوشای افراشته سر جایش ایستاد چیکه از زد زیر خنده چی چو از چی می و با شلاق روی گوشای اولاخ کنید کمی بعد دوباره سوال را تکرار کرد خوابت برده؟ و ضربه دیگر زد این بار شدیدتر بنابراین کلاق هم شدیدتر صدا درآورد. قار اما این بار اولاغ جفتکی انداخت و پا به فرار گذاشت چیکه بیهوده سعی میکرد به زور بازو و پاهایش اولاغ را نگه دارد کلاغ آشفته حال از نمیدن اولاغ شروع به قارقار ای کرد اما هرچه بیشتر قارقار میکرد اولاغ وحشت زده بیشتر رم میکرد قار 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 چیکه به نوبه خود فریاد میزد و افسار میکشید اما انگار که این دو حیوان از ترسی که متقابلا به جان انداخته بودند دیوانه شده بودند یکی سر و صدا به راه انداخت و دیگری رم کرد سر و صدای افتادن چنیده شد و دیگر هیچ روز بعد در تای چاله چیکه که له و لورده در زیر اولاقی در و داغون شده بود پیدا شد لاشه که زیر آفتاب و انبوهی مگس بو گرفته بود کلاق سیاه میتزارو در صبح زیبا آزاد و رها باز هم زنگولهش را در آسمان به صدا در بود شنونده داستان کوتاهی باشید با نام آشنایی با یک کشیش عجیب از اینیات سی و سیلونه مدیر دبیرستان کشیشی لاغر و بلند بالا بود و در آن هنگام که در کنارش زانو زده بودم به چشمم مردی غراسا می آمد از آن بالاها کلماتی سخت و خشماگین بر سرم فرو میبارید. برای توجیه عمل ناشایست خودت چه بهانهی می میتونی بیاری؟ چه دروغی میتونی تونی سرهم کنی؟ چی میتونی بگی؟ رام و خود باخته در جوابش گفتم هیچی پدر روحانی سرم را پایین انداخته بودم صدا از آن بالا گفت هیچی یعنی چی؟ مگه دیوانه شدی؟ من و گفتم هیچی پدر روحانی واقعا هیچ سرانجام با لحن بسیار سردی گفت به مادر بزرگت خبر میدم بعد از این عمل ناشایست غیر ممکنه بتونم نگهت دارم یا بفرستمت به یه مؤسسه دیگه غیر ممکنه گفته هایش حالت حکمی فرجام ناپذیر را داشت گفت غیر ممکنه و بیشک از سکوت من آزرده شده بود که دوباره گفت با این خیر سری تو غیر از این هم کاری نمیشه کرد بدون شک از بیخیالی هم تعجب کرده بود چون با عمل تقیان آمیزی که کرده بودم تناقض غریبی داشت برای اینکه با آن شکنجه خاتمه بدهم در تاییدش گفتن البته البته پدر روحانی غیر از اینم نمیشه انتظاری داشت و او راضی از اینکه به آن راحتی تسلیم شده بودم با لحن تفاوتی گفت بله بعد از چیزی که اتفاق افتاده زمنان این را هم بدون که حتی اگه مادر بزرگ مدرسه دیگه ای برای پیدا کنه به حکم وجدانم مجبورم مسئولان مدرسه تازت رو از کار ناشایستی که کردی مطلع کنم چون وجدانم اجازه نمیده سکوت کنم باز در تاییدش گفتم البته البته پدر روحانی البته به حکم وجدان بعد از چیزی که اتفاق افتاده ناگان بر داد زد که آخه خاک برسر تو که مسئله رو میفهمی چرا این کار کردی این را گفت و کفش شیک سیاه گلاب بلند شد و محکم روی فرش کهنه کوبیده شد و قباری بلند کرد که مرا به عدسه و صرفه انداخت. سال 1916 بود. یک سال پیش از آن زمین لرزه آمده بود که من هنوز تحت تاثیر آن بودم. چند ماهی می شد که به دبیرستانی شبانه روزی در روم می رفتم. گروهی از کشیشان متعصب دبیرستان را اداره می کشیش مسئول آسایشگاه ما از نظر خشکی و بداخلاقی درست به مدیر میمانست هرچند که خودش زیر دست بود روزی از روزها در نزدیکی عید میلاد مسیح بی هیچ قصد قبلی و انگیزه روشنی از مدرسه فرار کردم بدون هیچ هدفی از مدرسه بیرون زدم فقط و فقط به خاطر اینکه در حیات باز مانده بود مدتی در کوچه های محل که هیچ چیز جالب توجهی نداشت پرسه زدم. راهی ایستگاه راه آهن شدم. هنگامی که از برابر یک قرارگاه پلیس میگذشتم ناگهان متوجه شدم که کاری جبران ناپذیر کردم. از همه بدتر این بود که برای کارم هیچ توجیهی نداشتم از این رو دیگر نمیتوانستم برگردم مأمور پلیسی سر رسید در مدرسه رسوایی عظیمی برپا شده بود مدیر مدرسه پس از شنیدن خبر فرارم پلیس را خبر نکرده بود چون فکر میکرد راهی خانه هم شدم و همین که به آنجا برسم نامه مینویسم و اصخایی میکنم. همین که پلیس گفت مرا از کجا دستگیر کرده با صدایی که از فرط خشم دگرگون شده بود فریاد زد هیچ نمیخوام شهر صحبتکاریاتو صحبت بشنوم و فوراً بادارم کرد که جلوی پایش زانو بزنن. مادر بزرگم قیم من بود. منتظر بودیم او درباره آیندهام تصمیم بگیرد. طولی نکشید که جواب مادر بزرگم رسید. خبردار شدم که کشیشی به نام دون اوریانه آمادگی پذیرش مرا در یکی از مدرسه های خود دارد. مدیر مدرسه ما خوشحال شد از اینکه کارم به آن راحتی سر و سامان گرفت. گفت خوشت میاد که پیش دون اوریونه بری. چیزی در شنیدی؟ ذوق زده گفتم بله بله. دلیل خوشحالی هم برمیگشت به چند روز بعد از زلزله سال گذشته. بیشتر مرده ها هنوز زیر آوار بودند. در قلب زمستان بودیم. هوا حدود چهار بعد از تاریک می شود. کوها و البته همه جا به گونه استثنایی برف بوش شده بودند. بوی تن مرده ها گرگ ها را که نمی توانستند برای خود خوراک پیدا کنند شب هنگام به سوی ما می کشند. برای دور نگه داشتن گرگ ها لازم بود که آتش های بزرگی روشن باشد. در بامدادی ابری و یخمندان پس از یک شب بیخوابی کشیش ریزنقش کثیف ولنگاری را دیدم که همراه با گله کودک ریز و درشت خانواده از دست داده در میان آوارها میگشت میخواست آن بچه ها را به روم ببرد اما زمین لرزه خط آهن را قطع کرده بود و وسیله دیگری برای طی مسیر پیدا نمیشد در همان زمان چند اتومبیل از راه رسید شاه و همراهانش برای بازدید از روستاهای زلزله زده آمده بودند کشیش ریزنقش بیان که از کسی اجازه بگیرد دست به کار شد تا بچه های همراه خود را سوار یکی از آنها کند. جاندارم نگهبان ماشین ها مخالفت کردند. کشیش دست بردار نبود. کشمکشی سخت در گرفت تا جایی که خود شاه هم متوجه شد. کشیش با اعتماد به نفس کلاه به دست نزدیک رفت و از شاه خواست یکی از خودروها را در اختیارش بگذارد. دست کم تا نزدیک ترین ایستگاه را آهن شرایط بگونه ای شد که شاه نتوانست خواهش او را نپذیرد. من که آن روز با شگفتی و ستایش این صحنه را تماشا کرده بودم دیدار دوباره او را بیتابانه انتظار میکشیدم در میان رفت و آمد و سر صدای مسافران و باربرانی که به سوی قطارهای شبانه هجوم میبردند با کشیشی ناشناس و معمولی روبرو شدم شبیه آن کشیش عجیب و جذابی نبود که سال پیش در میان آوارهای شهرمان دیده بودم. سرخورده بودم و ناخشنودیم را پنهان نکردم. با حالت آمیزی گذاشتم تا چمدانهایم را بردارد بیان که کمکش کنم نخستین سفر مهم زندگیم بود اما دیگر از آن هیچ لذتی نمی بردم چون از ندیدن دون اوریانه به شدت ناراحت شده بودم کشیش از من پرسید چیزی واسه خوندن به خودت آوردی گفتم نه او برای اینکه مرا هرچه بیشتر از خودش متنفر کند پرسید چه روزنامه ای می میخونی تا برات بخرم خشک و آمیز جواب دادم روزنامه آوانتی این روزنامه را رو فقط به اسم می شناختم و فقط می دانستم کلیساست. کلیسا است کشیش بیان که به رویش بیاورد پیاده شد و بعد از چند لحظه روزنامه را رو به دستم داد حیرت کردم و حتی کمی از خودم ناراحت شده بودم از اون پرسیدم چرا دون اوریونه نیامد تعجب کرد گفت دون اوریونه خودمم می که خودم را معرفی نکردم ناراحت شدم و پوزش خواستم. روزنامه را رو فورا جمع کردم. اما او گفت خیلی دوست دارد گهگاه باربری بچه های سر هوایی چون من را بکند. آنگاه حس کردم میان من و دون اوریونه رابطه خوب و جدی و تفاهم آمیز برقرار شده است. به دینگونه گفتگوی را آغاز کردیم که سر تا سر شب به درازا کشید. با آنکه دون اوریونه از چهل سال بیشتر داشت و من نوجوانی شانزده ساله بودم با شگفتی حس میکردم که میان ما تفاوت سنی مهمی وجود ندارد در گرماگرم بحث ناگهان به شک افتادم که نکند دون اوریونه دلیل واقعی انتقال مرا نداند و این شک برایم بسیار رنجاور شد و او که ناگهان متوجه ناراحتی من شده بود پرسید چرا باز اخم کردی از او پرسیدم میدونید که دو هفته پیش از مدرسه فرار کردم و سه روز بیرون موندم به این پرسش فورا جواب نداد سپس گفت دلم میخواد یه چیز رو من بگی البته اگه آمادگی گفتن حقیقت رو داری چرا از مدرسه فرار کردی؟ گفتم نمیدونم باور میکنی یا نه نمیدونم یه مرد موسیقی میتونه حالی یه پسر بچه رو درک کنه یا نه گفت سعی خودمو میکنم بالاخره منم یه زمانی پسر بچه بودم دیگه ماجرا را بی کم و کاس برایش تعریف کردم لبخندی زد سر خود را به نشانه تأیید تکان داد به نظرم رسید که ناگان دلش به حالم سوخت گفت البته البته درک میکنم در جنوا از قطار پیاده شدیم برای سوار شدن به قطار ونتیمیلیا باید دو ساعت منتظر میماندیم باران سیلاسا میبارید اما دون اصرار داشت تا دست کم بخشی از شهر را نشانم دهد شهری که او خوب میشناخت و من تا آن زمان ندیده بودم گفت به این راحتی نمیتونی راهنمایی مثل من پیدا کنی. گفتم آقا شما خسته این. به خاطر من تمام شب رو بیدار موندیم. تازه قدم زدن زیر این بارون اونم بدون چتر نباید چندان لطفی داشته باشه. گفت وقتی سن آدم از یه حدی گذشت دیگه خودش از چیزی لذت نمیبره. بلکه به خوشی دیگرون خوشه. همونطور که پدرها از خوشی بچه هاشون لذت میبرن. دون اوریانه بنای یادبود کریستوف کلمب چند کاخ و ساختمان قدیمی نمای کلیسا و تأسیسات بندری شهر را که از دور دیده میشد نشان داد با شتاب و از کنار دیوار میرفتیم تا کمتر باران بخوریم او جلو میرفت و من پشت سرش دون اوریانه به خاطر آورد که باید دسته کارت پستال را به صندوق بیاندازد گفت ترجیح میداده آنها را در روم پست کند اما فراموش کرده بود بسیاری کارت های نوشته شده و تمر خورده تعجب برانگیز بود. حتی فکر میکردم که دیگر جیبی برایش نمونده اما باز از جیب های دیگری که تصور وجودشان را نمیکردم کارت های بیشتری بیرون آورد. و این صحنه کم, کم حالتی بسیار خندهدار به خود گرفت. گفت: سیصدایی میشه. واسه بچه های باشگاه جوانان توی تورتونا خودم تأسیس کردم. همشون بچه های کارگرن. فکر میکنم بعدشون غیر از این کارت ها کارت دیگه ای به دستشون نرسه. با توجه به ساعت ورود قطار گفتم بهتره بریم پست مرکزی و همشون رو یه جا بدیم به یه باجه. گفت درست نیست همشون رو یه جا بدیم. اگه این کار رو بکنیم همه کارت ها رو یه نفر مهر میزنه. اون وقت توی مقصدم یه نامه رسون باید همه برسون رو برسونه به دست گیرنده. اگه این همه کارت پستال کارمندای پست رو کنه ممکنه یه قسمت از کارتا رو بیرون بریزن. بهتر اونا رو بریزیم توی چند تا صندوق. از کاردانیش که نشان میداد تا چه دنیا دیده است خوشم آمد. هر کدام من در یک سوی خیابان را افتادیم. انگار مسابقه دو گذاشته بودیم. اما باز دون زودتر از من کارش را تمام کرد. وقتی در قطار از من پرسید همه کارتا را به صندوق انداختم یا نه مجبور شدم اعتراف کنم که یکی از آنها را برای خودم برداشتم گفتن اینجوری منم از شما یه کارت تبریک گرفتم. جواب داد اما نشونی کسی دیگه ای روی کارت نوشته شده. حتی اگه کارت رو واسه خودت برداری تبریک روی کارت خطاب به تو نیست. مثل نام نامرسون بیمسئولیت عمل کردی. در ایستگاه بعدی پیاده شدم و آن کارت را هم در صندوق انداختم. به پایان سفر دراز ما نزدیک می شدیم. در نزدیکی سن رمو دون اوریانه گفت که مرا به مدیر مؤسسه معرفی می کند و خودش همون شب بر میگردد. با شنیدن این گفته قلبم ناگان پر از گسته شد. پیش خودم گفتم زندگی همینه دیگه. تا به یکی دل میبندی و بهش عادت میکنی باید ترکش کنی. نزدیک زور در اوج گرمای آفتاب به سن رمو رسیدیم. شهری با شکوه با چشمندازی باور نکردنی. منظره شهر بسیار زیباتر از آنی بود که پیش بینی میکردم. بیاد زادگاه خودم افتادم. آنگاه حس کردم در جرفای وجودم دردی تازه و ناشناس کم کم شکل می گرفت. غروب هنگامی که دون اوریانه باید به راه می افتاد شنیدم کسی را به جستجویم فرستاده تا با من خداافظی کند. اما خودم را در گوشه پنهان کردم. نمیخواستم خواستم را ببینند. چند روز بعد در صبح روز عید میلاد نخستین نامه دون اوریانه به دستم رسید. نامه دراز و شگرف و مهرامیز بود. دوازده صفحه داشت. مدیر مدرسه هنگامی که نامه رو به دستم میداد از دهانش پرید که منتظر نامه ای از دون اوریونا هستم تا به چند تا مسئله مهم و فوری اداری جواب بده اما اون واسه من چیزی ننوشته و برای تو نامه ای به این طول و درازی فرستاده مجبور شدم بگویم بله واقعا مرد عجیبیه داستان کوتاه سربازی که به خانهاش بازگشت اثر دین و بودزتی را بشن. پس از انتظاری دراز زمانی که دیگر همه دست از امید چسته بودند یوانس به خانهش بازگشت یکی از روزهای تیره و تار ماه مارس بود کلاغا به این سوی آن سوی پرواز میکردند به صورت غیر مترقبه ای از در وارد شد هیچکس انتظار ورودش را نمیکشید مادرش دوید تا او را در آغوش بکشد و فریاد زد خدایا ای خدای بزرگ خواهر و برادر کوچک یوهانس یعنی آنا و پتر نیز از شادی به جنب و جوش در آمده بودند لحظه ای که ماهای مدید در آرزوی رسیدنش بودند فرا رسیده بود لحظه ای که بارها آن را در خواب دیده بودند یوهانس به طرز مرموزی خاموش بود و هیچ نمی گفت. حالتی داشت که گویا می کشید از گریستن خودداری کند. مادر با گریه گفت بذار تماشات کنم بذار تماشات کنم چقدر بزرگ شدی اما چرا رنگت پریده مادر با گفتن این جمله در حالی که ترسیده بود عقب رفت به راستی هم رنگش پریده بود مثل آنکه رمق و توانش رو به پایان باشد با حالتی خسته کلاهش را از سر برداشت و به میان و اتاق رفت و روی صندلی نشست چقدر خسته به نظر می رسید. چقدر زیاد گویی لبخند زدن هم برایش دشوار است. در نظر مادرش شبه غریبی می نمود که هر لحظه با او بیگانه تر و گریسفاتر می شود. مادر گفت پسرم کم پالتو تو در بیار. با خودش فکر کرد چقدر پسرش بزرگ، زیبا، مبقر و متین شده است. گرچه به طور ترسناکی رنگش پریده بود اما خب زیاد مهم نبود. مادر دوباره گفت پالتو رو در بیا رو بده به من مگه نمیبینی اتاق گرم و خفه است ولی یوهانس ناگهان با حرکتی تند و ناخداگاه خودش را عقب کشید و از ترس آن که مباد و دست به پالتو بزنند آن را محکمتر به خود پیچید یوهانس گفت نه ولم کنید نمیخوام پالتو رو در بیارم از اون گذشته همین الان باید برم مادر گفت باید بری بعد از دو سال تازه برگشتی حالا میخوای دوباره بری پس از خوشحالی بزرگ بار دیگر رنجی بزرگ او را فرا گرفت رنجی که تنها مادرانی آن را اسم می کنند که طعم فراغ را چشیده باشند. مادر دوباره گفت همین حالا میخوای بری یعنی نمیخوای چیزی بخوری یوانس با لبخندی غمناک در حالی که گوشه گوشه خانه را مینگریست گفت مادر جون من غذا خوردم و در حالی که به نقطه نامعلومی در گوشه اتاق خیره شده بود با لحن مرموزی ادامه داد در منزلگاهی که در نزدیکی اینجاست توقف کردیم. مادر گفت آه پس تو تنها نیستی. کی با تو بود؟ از رفقای همگروهانت بود؟ شاید پسر مونا بوده. یوانز گفت نه نه. در بین واش را با شدم. الان بیرون خونه در انتظار منه. مادر گفت بیرون منتظره؟ چرا او رو به خونه دعوت نکردی؟ اونو تو خیابون تنها گذاشتی؟ مادر به سوی پنجره رفت و آن سوی باغچه پشت نرده های حیات مرد سیاپوشی را دید که با خونسردی جلو خانه قدم میزد بیان که بداند چرا در قلبش در کشاکش شادی فراوان رنجی مرموز و ناشناس حس کرد که هر لحظه بیشتر قلبش را میفشرد یوهانس گفت این دو بهتره ممکنه این کار براش مشکل ایجاد کنه مادر گفت پس کم یه لیوان آب براش ببریم نظرت چیه؟ عیبی که نداره یوهانس گفت نه مادر راستشو بخوای او کمی غیر عادیه ممکنه عصبانی بشه مادر گفت این دیگه چجور آدمیه؟ خب چرا با اون دوست شدی؟ از جون تو چی میخواد؟ پسر آهسته و ممگین گفت درست نمیشناسمش توی راه به او برخوردم خودش به من اومد چیز دیگه هم نمیدونم مثل اینکه یوهانس خوشش نمی آمد در این مورد صحبت کنه مادرم که این را حس کرده بود برای اینکه او را ناراحت نکند موضوع صحبت را عوض کرد و گفت هیچ فکر کردی اگه ماریا بفهمه تو برگشتی چه حالی میشه؟ میدونی چقدر شاد خواهد شد؟ حتما به خاطر اونه که دائما میگی باید برم اینطور نیست؟ می‌خوای پیش اون بریم مگه نه؟ یوهانس فقط لبخند تلخی زد. لبخندی که گویی میخواهد وانمود کند که شاد است ولی به علت درد پنهانی که در دل دارد نمیتواند مادر نمیتوانست درک کند که او چرا چنین غمگین نشسته است چقدر شبیه روزی بود که میخواست راهی جبهه جنگ بشود اما اکنون دیگر جنگ به پایان رسیده و او بازگشته است دیگر زندگی جدیدی پیش روی اوست روزهای آزادی روزهایی که در آن ترس و نگرانی نیست چه شبهایی که با هم خواهند بود و چه شبهایی که آنها پشت سر نگذاشته بودند شبهایی که ناگهان صدا و نور انفجار آن را شعله بر می ساخت و هر لحظه به یاد آدمی می که شاید عزیزش نیز در چنین آتشی سوخته و نابود شده باشد و یا شاید بدن عزیزش با سینه تیر خورده و خونین در میان خرابه ها خشک و بیرکت افتاده نه دیگر این تصورات به پایان رسیده بود او دیگر بازگشته بود چقدر ماریا خوشحال میشد به زودی بهار رسید و آنها در کلیسای دکده ازدواج میکردند حتما هم روز یک شنبه مراسم عقد را اجرا میکردند آوای دلنشین ناغوس به گوش می رسید و بوی گلها هوا را می میکرد اما چرا یوهانس چنین رنگ پریده و پریشان است چرا نمی چرا از نبردهای شکایت نمی چه راضی در این پالتو است؟ چرا آن را در خانه و در این گرما از تن بیرون نمی آورد؟ شاید لباس زیر آن پاره و کثیف است. خیلی دوست داشت به افکار پسرش پی ببرد. شاید مریض است یا خیلی خسته. اما چرا حرفی نمی زند؟ چرا او را نگاه نمی کند؟ به راستی هم یوانس کمتر به اون نگاهی میانداخت حتی به نظر میآمد که میکوشد نگاهش با نگاه او تلاقی نکند گویا از چیزی میترسید در این مدت برادر و خواهر کوچکش با کنجکاوی و تعجب بیان که چیزی بگویند نگاهش میکردند مادر با دلسوزی و مهربانی گفت آقا یوهانس چقدر خوبه که تو پیش ما برگشتی بزار برام قهوه بیارم با شتاب راهی آشپزخانه شد و یوانس را با برادر و خواهر کوچکترش تنها گذاشت چقدر در این دو سال عوض شده بودند در سکوت همدیگر را نگاه میکردند و گاهی لبخندی شرماگین به هم میزدند گویی در گذشته قرار مدار خاصی با هم گذاشته بودند مادر با فنجانی قهوه گرم و مقداری نان شیرینی برگشت پسر قهوه را سر کشید و با بیمیلی نان شیرینی را گاز ده. مادر دلش میخواست بپرسد چرا اینطور با بیمیلی میخوری؟ مگه سابقا از اون خوشت نمیموند؟ اما هیچ نپرسید. دلش نمیخواست او را ناراحت کند. در عوض پرسید یانس دل نمیخواد دوباره رو ببینی؟ تخت خواب نو برات گذاشتم. دادیم دیوارا را سفید کردم. یه چراغ جدیدم برای اتاقت خریدم. بیا ببین؟ بازم نمیخوای؟ نمیخوای پالتو تو به من بدی؟ نمیبینی اتاق چقدر گرمه؟ یوانس پاسخ نداد. از صندلی بلند شد و به اتاق روبرو رفت. چنان آرام حرکت میکرد که گویی در خواب راه میدود. مادر جلوتر دوید تا پنجره ها را بکشاید. سرباز همان گوشه ایستاد و اساسی نو، پردای سفید و دیوارهای شفاف را تماشا کرد. همه چیز تمیز و مرتب بود. گفت چقدر زیبا؟ اما چشمایش به طرز عجیبی بیالت و سرد می در این لحظه مادر متوجه شانهای های و تکیده پسرش شد و غمی که هیچ کس نمی توانست آن را دریابد وجودش را فرا گرفت. آنا و پتر معصومان پشت سر برادرشان ایستاده بودند و در انتظار ابراز شادی و سروری بودند که دیده نشد. دوباره گفت چقدر زیباست؟ متشکرم مادر. دیگر چیزی نگفت با دیدگانی مضطرب به این سوانسو نگاه میکرد و به کسی میمانست که بخواهد گفتگوی رنجاوری را پایان دهد مرتب با دلواپسی از پنجره مرد سیاپوش را نگاه میکرد که آهسته به چپ و قدم میزد با کوشش فراوان تبسمی کرد اما مادرش سرانجام صبرش تمام شد و به او التماس کرد تو را به خدا یوانس راستش بگو چه مشکلی داری چیزی را از من قایم میکنی چرا نمیخوای به من بگی پسر لبهایش را گاز گرفت گویی میخواهد نالهاش را در گلو خفه کند سپس با صدایی غمالود و آهسته گفت مادر جون حالا دیگه وقت رفتن من رسیده دیگه باید برم مادر گفت باید بری خب حتما خیلی زود برمیگردی مگه نه یواس با صدای درناک گفت نمیدونم مادر نمیدونم در این لحظه او به سوی در رفت و کلاه سربازیش را بر سر نهاد مادر گفت اما حتما بر میگردی اینطور نیست من امو و امت را هم خبر میکنم خیلی خوشحال میشن و با هم جشن میگیریم سعی کن قبل از غروب برگردی یوهانس نگاه تلخ و دردناکی به مادرش انداخت نگاهی که تا اعماق وجودش نفوذ کرد گویی میخواست بگوید تو به خدا مادر بیش از این چیزی نگو و قلبم رو نخراش دوباره گفت مادر من باید برم اون کسی که بیرون ایستاده در انتظار منه حالا دیگه خیلی بیتاب شده خواست از در بیرون برود و خواهر و برادرش که هنوز از دیدنش شادمان بودند خود را به او چسباندند و پتر گوشه پالتوش را بالا زد تا ببیند یونیفرم برادرش در زیر پالتو چه شکلی است مادر که میترسید یوهانس ناراحت شود داد زد بده دست نزن چیکار میکنی؟ به راستی نیز وقتی مرد جوان این کار برادرش را دید ناراحت شد و داد زد نه نه دست نزن ولی دیگر دیر شده بود پالتو برای لحظه ای کنار رفت به راستی نیز وقتی مرد جوان این کار برادرش را دید ناراحت شد و داد زد نه دست نزن ولی دیگر دیر شده بود پالتو برای لحظه ای کنار رفت مادر در حالی که دستایش را جلوی دیدگانش گرفته بود با لکنت فریاد کشید او یونس پسر عزیزم چی به روز تو اومده؟ چرا اینطور خونالودی؟ یانس برای بار دیگر و برای آخرین بار کاملا مصمم گفت مادر وقت رفتن من رسیده اونو خیلی در انتظار گذاشتم خدا حافظ خداحافظ خدا حافظ پتر خدا حافظ مادر عزیزم وقتی به در رسید ناگان خارج شد. گویی او را باد برد. او و مرد سیاپوش سوار بر اسب به تاخت رفتند. اما نه به سوی خانه نامزد چشم انتظارش ماریا بلکه به سوی افق و به سوی کوههای سر به کشیده. مادر به اطراف خود نگاه کرد. قلبش خاموش و خالی شده بود. چنان خالی و تویی که حتی قرون متمادی هم نمی آن را پر کند. حالا ماجرای آن پالتو و علت غم پسرش را میفهمید مهمتر از همه مردی که در خیابان قدم میزد همان مرد سیاپوش و صبور جلو خانه را به راستی که او چقدر مهربان دلسوز و صبور بود او یوانس را به خانه بازگردانده بود تا با مادرش بدرود درود گوید تا سپس او را به سفری ابدی ببرد دعوت میکنیم شنونده این داستان کوتاه باشید از ایتالو کالوینو با نام ماه نرم داشت نزدیک میشد وقتی به خانه می رفتم وقتی نگاهم را بین دیوارای شیشه و فولادی بالا می بردم متوجه شدم دیدمش دیگر مثل نوری بین تمام انباری که وقت غروب می نبود دیدمش که از تمام نورهای دیگر آسمان و خیابان جدا می شود. دیگر یک نقطه ثابت را اشغال نمیکرد. شاید از آن نورهای بزرگ بود از نوع مریخ و زهره مثل افری که نور از داخل آن پخش می شود اما حالا داشت بخش بزرگی از فضا را اشغال میکرد و داشت شکل می گرفت البته هنوز شکلش مشخص نبود چون چشم آدم عادت نداشت آن را تشخیص بدهد و حالا علاوه بر آن هاشیهایش آنقدر دقیق و واضح نبود که بتوان شکل منظمی را از داخل آن تشخیص داد به حال دیدم که داشت به چیزی تبدیل میشد و دور من میچرخید چون یک چیزی بود که آدم نمیتوانست بفهمد جنسش چیست یا شاید دقیقا به همین خاطر آدم نمیفهمید که با تمام چیزهای زندگی ما متفاوت بود یک چیز ناسازگار و نامربوط بود دیدم طوری نزدیک می شد که انگار میخواست بین آسمان های خیابان بلمزد. فهمتر شد و نور رنگی عجیب و غریبش را حجمش را وزنش را و جسمیت نامتناسبش را بر چشمانداز آشنای ما تحمیل کرد تا جایی که ترافیک اجازه میداد با سرعت به داخل تونل و به طرف رصدخانه رفتم سیبیل آنجا بود و چشمانش را به تلسکوپ چسبانده بود طبق قاعده دوست نداشت مرا در ساعتهای کاریش ببیند اما آن روز غروب اینطور نبود حتی به من نگاه هم نکرد. معلوم بود منتظر آمدن من بوده. اگر میپرسیدم آن را دیده ای؟ سوال احمقانه ای بود. مجبور شدم زبانم را گاز بگیرم تا این سؤال را نپرسم. به شدت بیقرار بودم که بدانم در برای این ماجرا چه فکر میکند. پیش از اینکه از سیبیل چیزی بپرسم گفت بله سیاره ما نزدیکتر شده. این پدیده پیشبینی شده بود. کمی آرامتر شدم و پرسیدم پیشبینی میکنی که دوباره دور بشه هنوز یک چشمش را تنگ کرده بود و به داخل تلسکوپ نگاه میکرد گفت نه دیگه دور نمیشه متوجه نشدم منظور اینه که زمین و ما سیاره های دوبلو شدن منظورم اینه که ما دیگه سیاره مستقلی نیست و حالا زمین برای خودش یه ماه داره یه قمر اعتراض کردم این چه جور فکر کردنیه؟ هر سیاره ای درست مثل سیاره های دیگه سیاره است مگه نه؟ سیبیل گفت تو اسم نمیذاری سیاره؟ منظورم سیاره است درست همونطور که زمین یه سیاره است نگاه کن و بعد خودش رو از تلسکوپ کنار کشید و به من اشاره کرد با آن نزدیک شوم. ما هیچ وقت نمیتوانه سیاره ای مثل سیاره ما بشود به توضیحش گوش نمیدادم ماه که پشت تلسکوپ بزرگ شده بود با تمام جزئیاتش جلوی چشمم ظاهر شد یا شاید باید بگویم بسیاری از جزئیاتش ناگهان جلوی چشمم ظاهر شد و جزئیاتش آنقدر در هم آمیخته بود که هرچی بیشتر نگاه میکردم کمتر ساختارش را میفهمیدم و فقط میتوانستم از تأثیری که این منظره بر من گذاشته بود مطمئن باشم سیویل گفت به نظرت درست میرسه که ما مثل ما به گردش خودش به دور خورشید ادامه بده زمین خیلی قوی تره. در آخر ما را از مدار خودش خارج میکنه و وادارش میکنه به دور زمین بگرده. بعد دیگه ما برای خودمون یه قمر داریم. کاملا مراقب بودم استرابی رو که احساس میکردم بروز ندم. به حرف که و و سعی داشتم سوالی را در ذهنم طراحی کنم که جوابش به نوعی استرابم را کم کند بنابراین هنوز به او امیدوار بودم هنوز اصرار داشتم که آرامش او مرا هم آرام کند گفتم و همیشه همینطوری جلو چشم میمونه جواب داد این که چیزی نیست نزدیکترم میاد و برای اولین بار لبخند زد ازش خوشت نمیاد چرا خوش نمیاد همینطوری ببینیش که انقدر متفاوت انقدر متفاوت با هر شکلی شناخته شده ای باشه خوشت نمیاد که بدونی مال خودمونه که زمین اون رو اسیر کرده و همونجا نگهش داشته نمیدونم من ازش خوشم میاد به نظر من زیباست اینجا که رسید دیگر نتوانستم استرابم را پنهان کنم و پرسیدم اما این قضیه برای ما خطرناک نیست سیبیل لبایش را طبق عادتی که هیچ خوشم نمیآید روی هم فشد گفت او نیروی زمین سر جاش نگهش می داره کردم تا ساعت کار سیبیل در رسدخانه تمام بشود و به خانه برسانمش درست بیرون شهر تقاطعی هست که تمام آزاد از آن می بزرند. روی هم پل زدند و مارپیچی دور هم می چرخند و ستونهای سیمانی با ارتفاع گوناگون آنها را نگه داشتند ما درست بالای سرمان بود و شهر به نظرم شکننده می رسید با آن روشنایی هایش مثل یک تارن کبود زیر آن قده متورم در آسمان معلق بود منظورم از قده ما هست اما باید از همین کلمه استفاده کنم تا نکته جدیدی را که همان لحظه کشف کردم توصیف کنم یعنی قده که از قده ماه بیرون میزد و مثل عشق شم به طرف زمین کش می آمد. پرسیدم این چیه؟ چه اتفاقی داره میافته؟ اما در همان لحظه انحنای جاده جهت اتومبیل ما را عوض کرد و رو به تاریکی قرار داد. سیبیل گفت این جاذبه زمینیه که باعث ایجاد جهازهای غلیز بر سطح ماه میشه. مگه درباره قوام ماه با تو صحبت نکردم؟ پیچ آزاد را ما را دوباره روبروی ماه قرار داد. عشق شم بیشتر به طرف زمین کشامده آمده بود و نوک آن مثل موی سیبیل فرخورده بود. و از آنجا که نقطه اتصالش باریک شده بود شبیه یک قارد شده بود. سیبیل اصرار کرد حالا من از تو میپرسم به نظرت یه جسم آسمانی درست و حسابی اینطوری متلاشی میشه؟ حالا باید برتری سیاره خودمون رو درک کنی اگه ماه پایین بیاد چی؟ بذار بیاد به موقعش میسته این یه جور قدرتیه که میدان جاذبه زمین داره وقتی ماه رو به بالای سر ما کشون ناگان نگهش میداره و تا فاصله مناسبی عقب میبره و همونجا نگهش میداره و وادارش میکنه دور ما بچرخه و بعد به شکل یک توپ متراکم درش میاره ما اگه متلاشی نمیشه باید ممنون ما باشه استدلال سیویل به نظرم متقاعد کننده آمد چون از دید من هم ما چیزی پست و حقیر می اما حرفایش باز هم نتوانست از وحشتم بکاهد پیش از آنکه چیزی بپرسم سیویل تایید کرد ممکنه چیزی هم پایین بیاد اما چه اهمیتی داره زمین پوشیده از مواد ضد آب، ضد ضربه و ضد کسافته. اگر هم ای از این قارچای قمری روی ما بچکه، به سرعت پاکش میکنیم انگار قوت قلبی که سیبیل میداد به من این توانایی را داد که اتفاقی را ببینم که قطعا از چند لحظه پیش داشت رخ میداد. فریاد زدم ببین این چیز داره پایین میاد و دستم را بالا بردم. در همان لحظه لرزشی سطح زمین را فرا گرفت. یک جور جرینگ جرینگ و در آسمان در سمت مخالف سقوط ترشحات سیاره ما قطعات جامدی به پرواز در آمدن. پوسته زمین داشت متلاشی می شد. همه چیز مثل گردبادی از دانه های شن توسط جاذبه ما بالا کشیده می شد. گفت آسیب روزیه و فقط در سطحه. در زمان بسیار کوتاهی شکافه را تعمیر میکنیم. کاملا منطقیه که اسیر کردن یک قمر کمی هم به ما آسیب برسونه اما ارزشش رو داره هیچ چیز با اون قابل مقایسه نیست در همین لحظه صدای برخورد نخستین شاب سنگ قمری را به زمین شنیدیم یک ترق بسیار بلند صدای گوشخراش و در همان لحظه صدای متمایز و اسفنجی که متوقف نشد و به دنبال آن یک سلسله شلب شلب که ظاهرا منفجره به گوش رسید که مثل تازیانه به همه طرف زمین میخورد مدتی طول کشید تا چشمهای آن توانست تشخیص بدهد که چه چیزی دارد سقوط میکند راستش را بگویم من خیلی دیر فهمیدم چون انتظار داشتم قطعات ماه منور باشند دلم میخواست چشمهایم را ببندم و نمیتوانستم اما وقتی صدای سیویل رو شنیدم که میگفت البته به نظر من هم نفرت انگیزه اما فکر وقتی رو بکن که این ماجرا تصویت بشه زمین بدون شک متفاوت و برتره و ما هم طرف زمینیم وقتی فکر چا میکنم یه لحظه به نظرم میرسی که حتی میتونیم از غرب شدن در این صحنه لذت ببریم چون به هر حال بعدش چرخی زدم و به طرف او برگشتم دهانش به لبخندی باز بود که هیچ وقت ندیده بودم لبخندی مرتوب کمی حیوانی وقتی او را با آن شکل دیدم احساسی به من دست داد که با وحشت ناشی از سقوط قطعه ماه در همان لحظه مخلوط شد قطعه که با یک ضربه داغ شهدالود و خیره کننده کلبه ما و تمام خیابان و آن منطقه مسکونی و بخش عظیمی از همه شهر را فرو برد و متلاشی کرد تمام شب را در میان آن ماده قمری نقم زدیم تا سرانجام توانستیم آسمان را دوباره ببینیم. سپیده دم بود. طوفان شعب سنگ ها تمام شده بود. دیگر نمی توانستیم زمین اطرافمان را باز بشناسیم. از لایه زخمی از لجن پوشیده شده بود. لایه رنگینی از تکیاخته سبز و بیسبات و در حال تکثیر. از مواد زمینی قبلیمان من هیچ اثری به جا نمانده بود. ماه داشت آسمان را ترک میکرد. رنگش پریده بود. آن را هم دیگر نمیشد باز شناخت. چشمهایم را تنگ کردم و توانستم ببینم توده از سنگریزه و تکه های سخت و قطعات تیز و تمیز آن را پوشاندند. ادامه ماجرا برای ما بسیار آشناست. بعد از صدها هزار قرن داریم سعی میکنیم به زمین شکل طبیعی خودش را بدهیم. داریم قشت زمینی اولیه را که از پلاستیک و سیمان و فلز و شیشه و لعاب و چرم مصنوعی بود بازسازی میکنیم اما شراح درازی در پیش داریم چون هنوز زمان درازی محکومیم که در میان ترشحات قمری دست پا بزنیم در میان ترشحات فاسد کلوروفیل و شیره معده و شبنم و گازهای نیتروژنی و خامه و اشک هنوز کارهای زیادی باید انجام بدهیم باید صفحات درخشان و سیغلی قشر ازلی زمین را انقدر به هم جوش بدهیم تا سرانجام اضافات بیگانه و خارجی و نامطلوب را پاک کنیم یا دست بپوشانیم و البته با مواد امروز باید این کار را بکنیم که با بینظمی سرهم شدهاند و حاصل زمینی فاسد شده هستند و باید بیوده سعی کنیم شبیه مواد اولیه را بسازیم که البته قابل مقایسه با آنها نیستند میگویند مواد اولیه اصلی آنهایی که در گذشته داشتیم فقط بر سطح ماه وجود دارند کثیف نشدند و آنجا روی هم ریختند و میگویند فقط به همین دلیل ارزشش را دارد که به آنجا برویم باید به ماه برویم تا این مواد را دوباره به دست بیاوریم دلم نمیخواهد از آنجور آدمهایی به نظر برسم که همیشه حرفای ناراحت کننده میزنند اما همه ای ما میدانیم که ما در چه وضعی است در معرض های کیهانی پر از حفره فرسوده پوسیده اگر به آنجا برویم فقط ناامید میشویم چون میفهمیم که حتی مواد روزگار قدیم ما سند و دلیل محکم برتری زمین به مواد پست و ناپایداری تبدیل شدند که دیگر نمیتوان از آنها استفاده کرد. زمانی بود که مراقب بودم این جور شک و تردیدهایم را به سیبیل نشان ندهم. اما حالا که سیبیل چاق و ژولیده و تنبل شده و هر نان خامه ای میخورد حالا دیگر چه میتواند به من بگوید؟ شنونده داستان کوتاهی از ایتالو کالوینو باشید با نام ماه و نیاک در طول شب 20 ثانیه تاریکی بود و 20 ثانیه نیاک. فقط به مدت 20 ثانیه آسمان لاجوردی نمایان می شود. آسمانی که ابرهای سیاه روی آن سایه انداخته بود. داس طلایی ما در حال نامحسوسی پوشیده شده بود و بالاخره ستارگانی که هرچه بیشتر نگاهشان میکردی کردی کوچکی آنها بیشتر و بیشتر قابل رویت بود. ولی تحمل در جزئیات جز در مجموع امکان پذیر نبود چرا که ثانیه زود میگذشت و نیاک ظاهر میشد نیاک قسمتی از یک آگهی تبلیغاتی بود که در بالای بامی نصب شده بود و بیست ثانیه روشن بود و بیست ثانیه خاموش هنگامی که روشن بود هیچ چیز دیده نمیشد ماه ناگهان بیرنگ و رو و آسمان یک دست سیاه و صاف میشد ستارگان درخشش خود را از دست میدادند و گربه هایی که تا ده ثانیه پیش در طول قرنیز ها و نافدان ها بدنشان را پیچ و تاب می دادند و مرنوی آشغانه سر داده بودند حالا زیر نور تابلو نئون نیاک با موهای سیخ شده خودشان را پشت ها قایم می کردند. افراد خانواده مارکوالدو از پنجره اتاق زیر شیروانیشان با افکاری ضد و نقیز ناظر این منظره بودند. شب بود و ایزولینا که دختر بزرگی شده بود احساس میکرد محتاب در او اثر کرده است قلبش مالش میرفت به طوری که حتی صدای قارقارکی رادیوی طبقات زیرین همچون نقمه دلانگیزی به گوش میرسید که با روشن شدن نیاک ریتم دیگری همچون موزیک جاز پیدا کرده بود ولی دخترک آن بالا تک و تنها بود پیتروچو و میکلینو چشم به تاریکی دخته بودند و سعی می با تجسم خود در جنگلی و در محاصره راهزنان مزه ترسی دلچسب و شیرین را بچشند. اما بعد به محض روشن شدن نیاک شست دستشان را بالا و انگشت اشارهشان را مستقیم مقابل یکدیگر می و می گفتند ایست دستا بالا من نمباکید هستم. مادرشان دومیتلا وقتی تاریکی همه جا را فرا می گرفت با خود فکر می کرد حالا دیگه باید بچه ها را صدا کنم. ممکنه سرما بخورن. ایزولینا هم خوب نیست این وقت شب جلو پنجره شده باشه. ولی بلافاصله داخل و خارج خانه نورانی میشد و او احساس میکرد به خانه مجللی دعوت شده است. ولی در مورد فیوردالیجی فرق میکرد. پسرکی بود پانزده ساله که بیشتر از سنش رشد کرده بود. با هر خاموش شدن نیاک در داخل دندانه ی حرف نون، پنجره کوچک اتاق زیر شیدوانی که روشنایی کمی از آن میتابی دیده میشد که از پشت شیشه آن چهره محتابگون دختری که معلوم نبود هم رنگ نور نئون است یا محتاب نمایان میشد چهرهش هنوز مثل دختر بچه ها بود که با لبخندی به طرز غیرقابل تصوری شکفته میشد گویی لبهایش به تبسم نشسته باشد ولی ناگهان از دل تاریکی نیاک با شدت بیرون میپرید و چهره دخترک محو و به سایه کمرنگ روشنی تبدیل می شود. مارکو والدو در غلیان این احساسات سعی می کرد به بچه موقعیت اجرام سماوی را یاد بده. اون خرس بزرگه. یک، دو، سه، چهار و اونجا سکانه. اون یکی خرس کوچیکه. ستاره قطبی هم سمت شمال نشون میده. ایزولینا گفت اون یکی چیه نشون میده؟ مارکووالو گفت اون حرف کافه یکی از حرفهای کلمه کمتاکی و هیچ دبتی به ستاره نداره در حالی که ستاره ها اصلی یعنی شمال، جنوب، مغرب و مشرق رو نشون میدن ما اگه در مغرب باشه ماه نوه و اگه در مشرق باشه هلال نزولیه ایزورینا گفت بابا پس کمتاکی هم نزولیه خمیدگیه که به سمت شرقه مارکو بلدو گفت چه ربطی داره؟ هلالیه یا نزولی یه آگهی تجاریه که از طرف شرکت اسپاک اونجا نصف شده. ایزورینا گفت ما چی؟ ما رو کدوم شرکت کار گذاشته؟ مارکو برلو گفت ما رو یه شرکتی نصب نکرده. ما یه قمره و همیشه هست. ایزورینا گفت اگه همیشه هست پس چرا شکلش عوض میشه؟ مارکو برلو گفت شکلش همونه منتها به صورت هلال در میاد چون فقط قسمتی از اون دیده میشه ایزولینا گفت از کنتاکی هم فقط یه قسمتش معلومه مارکووالو گفت چون ساختمان پیر برناردی بلندتره و جلوش گرفته ایزولینا گفت یعنی از ما هم بلندتره به این ترتیب با هر روشن شدن نیاد اجرام سماوی با آگهی های تجاری زمینی قاطی میشد ایزولینا آهش به خواندن مامبو تبدیل میشد دختره که محتابگون نیز در آن گوشه سرد و کمسوی اتاق زیر شیروانی محو میشد و فیلیپیتو و میکلینو با رای گره کرده به طرف آگهی تجاری که تا بیست ثانیه دیگر خاموش میشد رهیبار مسلسل هوایی میبزدند تق 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 فیلیپیتو که با خاموش شدن تابلو نون خواب به چشمانش آمده بود و حال و هوای جنگجویی از سرش پریده بود گفت بابا بابا دیدی چطوری با یه رگبار مسلسل خاموشش کردن؟ یک دفعه از دهان پدرش پرید کاش که این تابلو خورد میشد. اون وقت اسد رو نشونتون میدادم. جوزا رو. و میکلینو که هیجان زده شده بود گفت چی؟ اسد؟ پس یه دقیقه کن؟ فکری به ذهنش رسیده بود. تیر و کمانش را برداشت و گلو سنگایی که همیشه مقداری ذخیره در جیبش داشت در آن گذاشت و پشت سر هم به طرف نیاک نشانه رفت. ناگهان ریزش تگرگی روی سفالها و حلبی نافدانای بام روبرو صدای شکستن شیشهی برخورد قلب سنگی بر روی کاسه فلزی چراغ راهنما و بالاخره صدای آدمی از آن پایین به گوش رسید که می گفت وای از اون بالا به جای بارون خورده شیشه میباره ای لعنتی ها اما میکلینو در ای نحزهی تیروکوانش را کشیده بود که تابلوئن اون بعد از 20 ثانیه روشنایی خاموش شده بود همان بالا در ذهنشان شروع به شمارش کردند یک، دو، سه، تا 11 تا 20 به 19 که رسیدند نفس کشیدند 20 و سپس 21 و 22 را هم بیمناک از اینکه تون تون شمرده باشند شمردهند ولی نه مثل اینکه خبری از نیاک نبرد کماکان خاموش بود. فقط خطوط سیاه نیم شکسته ای که به سختی قابل خواندن بود روی چارچوب آهنی همچون پیچک مو و روی داربستش باقی مانده بود. همه زوق زده شده بودند چرا که ناگان گنبد آسمان ستاره باران بالای سرشان نمایان شد. مارکو والدو که دستش را بالا برده بود تا پسگردنی محکمی به میکلینو بزند احساس کرد در فضا پرتاب شده تاریکی که تا ارتفاع بام ها را در بر گرفته بود دنیای آن پایین با نورهای زرد و سبز و برمزی که مانند اشکال درهم و برهم کماکان در هم میچرخیدند چراغهای چشمکزن راهنما خطوط نورانی مسیر ترامبه های خالی و مخروط نور چراغهای ماشینها را همچون هجاب ای از دنیای بام ها جدا کرده بود از این دنیا هیچ نوری غیر از نور محتابی رنگ که مانند دود محو بود به بالا نمیرسید وقتی مارکووالدو سرش را بلند کرد در حالی که نور دیگر آزارش نمیداد دورنمای فضایی در برابرش گسترده شد که ستارگان در عمقش پراکنده بودند و کهکشان به هر سو می چرخید مانند کره که همه چیز را در بر میگیرد ولی خود هیچ حد و مرزی ندارد و از تنها شکافی که از بافت به هم پیوسته آن به وجود آمده بود ستاره ونوس به چشم میخورد تا بلکه انوارش همچون روزنه ثابت که از آن نور فوران میکرد و باز در یک نقطه جمع می شد بر تارک کره زمین بدرخشد. ماه نوب معلق در این آسمان به جای آنکه ظاهر انتظاعی نیمهش را به رخ بکشد میخواست طبیعت کروی که در رنگ خود را که اطرافش بر اثر تابش اشعه مایل خورشیدی گم شده در پشت زمین نورانی شده بود با حفظ رنگ گرمش برمرا کند. همان که فقط در برخی از شبهای گرم اوایل تابستان محسوس است. مارکو والدو با دیدن باریکه ماه که آن بالا در میان سایه روشن گویی ریچی شده باشد احساس میکرد دلش برای ساحلی که هنوز معجز آسا در شب از تابش نور خورشید برخوردار باشد تنگ شده است بچه ها که از آخر عاقبت کاری که کرده بودند میترسیدند کنار پنجره ایستاده بودند ایزولینا هنوز در حال و هوای خودش بود و فیلورداریچی تنها کسی بود که متوجه نور ضعیف آن اتاق زیر شیروانی شده بود. مادرشان گفت یالا یالا دیر وقته. اونجا جلو پنجره چیکار میکنه؟ آخر این محتاب بلای سرتون میاره. میکلینو تیر و کمانش را بالا گرفت و گفت انان آن ما رو خاموش میکنن هنوز حرفش را تمام نکرده بود که بغلش کردند و به رخت خوابش بردند. به این ترتیب آن شب و شب بعد تابلو به نئون بام مقابل فقط اسپاک را نشان میداد و اتاق مارکو والدو کهکشان را ولی صبح روز دوم شبه باریک دو برق کار در لباس کار روی بام مقابل میان چارچوب تابلو نئون ظاهر شد که مشغول کنترل سیمها بودند مارکو والدو مثل پیرمردهایی که هوا را پیش بینی می کنند سرش را از پنجره بیرون برد و گفت امشب نیاک دوباره روشن میشه در اتاق زیر شیروانی زده شد. در را باز کردم. آقای عینکی دم در ایستاده بود. گفت ببخشید. ممکنه از پنجره شما نگاهی به بیرون بندازم؟ متشکر خواهم شد. در زن خودش را معرفی کرد. من دکتر گودی فردو معمون تابلو نمون هستم. مارکو والدو پیش خود فکر کرد دیگه کارمون ساخته است. میخواد مقدار خسارت رو برابرد کنه. الان از پنجره نگاه میکنه و میفهمه که سنگ از همینجا پرتاب شده و در حالی که یادش رفته بود چطور جذب آن افلاک شده بود میخواست بچه هایش را با دست خفه کند به قصد میانجیگری گفت خب دیگه پسر بچه هم همین سنگی به طرف گنجشگاه پرتاب کردن. حالا نمیدونم چطور به تابلو اسمک خورد ولی من اونا رو تنبیه کردم بله تنبیهشون کردم مطمئن باشید که دیگه تکرار نخواهد شد دکتر گودفریدو به حالت جدی گفت در حقیقت من برای شرکت اکتماباک کار میکنم نه برای شرکت اسپاک اومدم ببینم آیا میشه یه آگهی تجاری روی این بام نصف کرد ولی موضوع برام جالبه تعریف کنی به این ترتیب مارکو والدو نیم ساعت بعد قراردادی با شرکت توماباک رقیب سرسخت اسپاک امضا کرد قراردادی مبنی بر اینکه هر بار تابلو نئون نیاک روشن می شود بچه ها باید با تیر و کمان سنگی به طرفش پرتاب کنند. دکتر گریفردو گفت بالاخره کاسه صبرشون لبریز میشه و پر بدک هم نگفته بود چرا که شرکت اسپاک به خاطر مخارج سنگینی که صرف آگهی کرده بود به ورطه ورشکستگی افتاده بود با دیدن خرابی های مکرر قشنگترین آگهی تجاریش آن را به فال بد گرفت طلبکارها که آگهی را یک روز کنتاک می دیدن، روز دیگر نتاک و آخرش تبدیل به تاک شده بود هم بر بدی اوضاع اقتصادی اسپاک می کردن. از طرفی آژانس تبلیغاتی نیز از تعمیر مجدد آن در صورت عدم پرداخت بدیکاری سر باز در نتیجه با خاموش ماندن آن تابلو نئون زنگ خطر بین طلبکارها به صدا درآمد. اسپاک ورشکست شده است. در آسمان مارکوالدو ماه شب چهارده تمام و کمال میدرخشید. ما به هلال نزودی رسیده بود که کارها روی بام مقابل پیدایشان شد. آن شب روبروی اتاقشان با خطی درشت و برجسته دو برابر آگهی قبل این تابلو خانده نمی شد. کنتاکی تماواک دیگر نه ماهی بود، نه کهکشانی، نه آسمانی و نه تاریکی. فقط کنتاکی تماواک بود و بس که هر دو ثانیه یک بار روشن و خاموش میشد کسی که از همه بیشتر ضرر کرد فورداریجی بود چون اتاقک زیر شیروانی دخترک محتابگون پشت حرف بزرگ و نفوذ ناپذیر واو ناپدید شده بود داستان کوتاه مرگ یک راهزن اثر لویجی باتزینی را بشنوید پاییز سال 1933 بود که کشته شدن یک راهزن را دیدم نام او فراتیکدو بود در ساردنی این کلمه به معنی راهب کوچک است به کودکانی اطلاق می شود که جامعه راهبان می پوشند. این کار نشان نظری است که مادران آنها انجام دادند من برای تهیه مطلب برای روزنامه پیک شب به اطراف و اکناف ساردنی سفر می کردم. روزنامه در آن روزها کار پردردسری بود رژیم حاکم تقریبا اشاره به هر موضوع حیاتی و مهم را به هر دلیلی ممنوع کرده بود سردبیران از چاپ هر چیز تازه و غیرعادی حتی مطالبی که هنوز رسما ممنوع نشده بود احتراض داشتند روزنامه ها پر از توصیف های قشنگ و پایان از شفق بر فراز دریا یا فلق در میان تپای شنی سحنای بی پایان و اندوبار توفان و باران بود. با این حال حتی توصیف عوارز جوی هم موضوع صد درصد مطمئنی نبود. مثلا اشاره به نزول برف در ناپل از بیم زیان به بازار جهانگردی ممنوع بود. هنگام عظیمت به من دستور معکد داده شده بود که آنجا را بدون کوچکترین اشاره به موضوع فقر، مالاریا و راهزنی وصف کنم. البته رژیم حاکم ادعا داشت سالها پیش آنها را از میان برده است. هنگامی که سربان پلیس به آرامی به من گفت که اگر میخواهم شاهد مرگ مشهورترین راهزن ساردنی باشم دنبال او بروم از اینکه باید نهارم را نیم خورده رها کنم و برای چیزی که هرگز نمیتوانم دربارهاش مطلبی به حقیقت در روزنامه بنویسم اندکی احساس دلخوری کردم مثل هر روز در رستوران کوچکی در نوارو نزدیک اداره پست جایی که با تمام مردان مجرد محلی، افسران و کارمندان و دامپزشک محل دوست شده بودم نهار میخوردم که پاسبانی نفس نفس زنان خبرش را آورد. افسر فکورانه به نجوای او گوش داد. بدون آنکه چیزی بگوید دانش را پاک کرد، کلاه و کمربند خود را از روی دیوار برداشت، به من اشاره کرد تا همراه وی بیرون بروم. ما فورا سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. ساعت دو بعد از ظهر بود یکی از روزهای آفتابی اواخر سپتامبر راهزن با یکی از همدستانش در مزرعهای نه دور از شهر کمین کرده بود بیش از قسمتی از راه با ماشین نرفتیم دیگر به جایی رسیده بودیم که اسبان زین کرده در انتظار ما بود در ساردنی پاسمان ها پالتوهای بلند کلاهداری میپوشند چون جامعه شبانان کلاه همیشه به پشت گردن افتاده بود سیاه رنگ و نواردوزی قرمز روشن که وقتی باد در دامن بلند آن میافتاد به چشم می آمد. سوار شدیم بی صدا در میان درختان کوتاه و در هم پیچیده زیتون تاختیم. هوای کوهستان مثل معمول صاف و شفاف بود. بر فراز دشتی بلند و مواج بودیم که به نقطه سرازیر می شد که زمین از هم می و در میان سخراهای نامنظم و بوتهای زیتون وحشی به سمت پایین میرفت. از اسب به زیر آمدیم. آن را به یکی از دو مردی سپردیم که افسار اسبای کسانی را که پیش از ما رسیده بودند در دست داشتند آن وقت بود که صدای اولین گلوله ها را شنیدیم ابتدا تک تک و بعد بیشتر سرانجام پس از یکی دو مکس کوتاه به صورت آتش پیوسته درآمد تنینی چون صدای تگرگ بر تاق شیروانی پشت سخرا و درختان زیتون وحشی و در بریدگی های زمین همه جا پاسبان ها شده بودند گنداغه تفنگ را به گونه ها چسبانده بودند. تا لبه سراشیبی خزیده رفتیم. پرسیدیم فراتی کدو کجاست؟ اما چیزی دیده نمی شد. دو سرخه سیاه نیم پنهان در میان شاقه های زیتون وحشی مدخل غاری را در طرف دیگر شکاف پنهان کرده بود. در آنجا راهزن و همدست او ما را می و به طرف ما شلیک می کردند. به من گفتند که او به محض آنکه فهمیده که محاصره شده است در تیراندازی پیش دستی کرده اما متوجه شده که دیگر خیلی دیر است راه گریزی نداشت به محض آنکه ظاهر میشد از هر طرف می توانستند او را بکشند حتی تعدادی از افراد بر فراز بلندی ها بر روی سخراهای صافی که تاق باری را تشکیل می داد می خزیدند. فراتیکدو خطای جبران ناپذیر مرتکب شده به همین علت غافلگیر شده بود. دو سه ساعتی پیش پس از آنکه تمام شب راه را پیموده بود به آنجا رسیده بود غاری واقع در ملک دیغانی که می شناخت یک بار هم پیش از این اقامت به استراحت پرداخته بود دیغان از اون نفرت داشت زیرا یکی از گاوایش را دزدیده بود از او سخت بیمناک بود رازن به انگام ورود طبق معمول از مرد دیغان آب، نان، غذا، هیزم و که خواسته بود علاوه بر اینا چیز دیگری خواسته بود که سخت بی مصرف و بی معنی بود این خواهش آخری به قیمت جانش تمام شد فراتیکدو هیچ وقت قرصای مکیدنی سینه درد را که آن روزها در روزنامه تبلیغ میشد نچشیده بود میخواست این کار را انجام دهد شاید هم واقعا به سرفه دچار بود به دهگان گفته بود که پسرش را به شهر بفرستد تا برای او یک جعبه از آن قرصا بخرد قاعده است که وقتی راهزنی در خانه پنهان می شود، هیچ از افراد خانه نباید بیرون بروند. برای اطمینان بیشتر، کسانی هم که به آن خانه وارد می حق خارج شدن ندارند. این بار کسی نمیدانست که چرا افتراتی که دو تا این حد احساس امنیت کرد که به خود اجازه چنین بی احتیاطی را بدهد. پسر دهلان که 13 یا 14 ساله بود و با قرصهای مکیدنی و پلیس بازگشته بود، اکنون با بقیه پشت سخلی پنهان شده بود. ما مردن تراتیک را ندیدیم. مردی را دیدیم که بر سقف قار تقریبا روی لبه جلوی آن ایستاده بود تفنگش را در هوا تکان میداد تیراندازی کم کم متوقف و سکوت برقرار شد آن مرد که یکی از مأموران پلیس در لباس شخصی بود تفنگ دلولی به دست لباس شکارچیان به تن داشت و توانسته بود تا لبه صخره چهار دست برود و از فاصله دو متری مستقیما به سر و بدن راهزن و هم دستش چلیک کند. وقتی به محل حادثه رسیدیم، همین مرد مشغول گشتن لباس های بود. دو مرد به صورت بر زمین افتاده بودند. تو جلو آنها قرار داشت. جعبه های فشنگ در اطرافشان پراکنده بود. لباس های مخملی دهاتی پوشیده بودند. چکمه های سنگینی که سربازان توپخانه و دهاتیان به پا می به پا داشتند. از همه گوشه و کنارهای تپای اطراف زنان و مردان در جامعه محلی دوان دوان می آمدند. پیر و جوان از دور ناسزا می گفتند. به رمه هایی که به یغما رفته بودند و به پسرانی که قربانی شده بودند و به خانه هایی که سوخته بود می اندیشیدند. با چشمانی سبع موشتهای خود را در هوا تکان میدادند و با لحجه نامفهوم فریاد می کشیدند. آنان هم در آنجا در انتظار پایان تیراندازی کمین کرده بودند افسران پلیس و من و تعدادی از سربازان برای دیدن اجساد به دهانه غار زل زده بودیم در میان آن داستان طوفان خشم در میان همه آن فریادها و نفرین ها قاتل با خونسردی کامل اجساد را چون مانکن زیر رو میکرد تا جیبهای آنها را خالی کنند. کت مخمل کبریتی ارغوانی بیرنگش بارها شسته شده بود و در پشت سه سوراخ گرد به بزرگی هسته گیلاس داشت به من گفتند که او خورده حسابی با فراتی دو داشته و تا او را نکشد خیالش راحت نخواهد شد سالها پیش از این پلیس لباس شخصی پوش و مرد دیگری با موافقت مافوقشان وانمود به ترک خدمت کردند و به جنگل رفتند این حقه قدیمی است فراتیکدو هم آنها را در دسته خود پذیرفته بود هیچ سوء زنی از خود نشان نداده بود. پس از چند روز پیشنهاد کرد که سر آنها را که سخت بلند شده بود اصلاح کنند. یکی از آنان خندهکنان روی تخت سنگ نشست و فراتیک دو پیشبند را به دور گردنش بسته بود. پلیس اولی آنکه اکنون داشت جیب به بغل مرده را میکاوید رفته بود آب بیاورد و انگامی که با سطح پر از آب از سراشیب بالا میآمد از دور همان منظره ای را دیده بود که چند لحظه پیش پشت سر نهاده بود منتها با مختصری تغییر دوستش هنوز روی صخره نشسته و پیشبند دور گردنش بود فراتیکدو هنوز پشت سر او ایستاده بود و راهزنان به دورشان حلقه زده بودند فراتیکدو هنوز تیغ را به دست داشت و میخندید اما فراری بللاوی دیگر سر نداشت سرش ناپدید شده بود تیغ آن را بریده بود پلیس اولی بدون اطلاف وقت سخت را انداخته و پا به فرار گذاشته بود. دیگران او را دنبال کرده و تیرهایی به طرفش انداخته بودند که کت مخمل گبریتیش را سوراخ کرده بود. اما موفق شده بود خود را پنهان کند و به نحوی به جاده اصلی برساند. در آنجا از خستگی از پا درآمده بود. غرق به خون روی آسفالت جاده اتومبیلی او را پیدا کرده و به بیمارستان برده بود. او بدین طریق از مرگ نجات یافته بود. اکنون چون جرایی محتویات جیبای راهزن را وارسی میکرد. یک کیف خیاطی چرمی، چرمی که به شیوه دهقانان دباقی شده، توسط خود ساخته شده، با سوزن و درون در آن یک کیف پول، چند اسکناس در آن، یک کتاب فال، از آن نوع که دهقانان شماره های بلیت های بخت را از روی آن تعیین میکنند. با همان نوع چرم جلد شده بود. به ساعت دیرگذر بیحسلگی فکر کردم. رازنان تنها در کوه و جنگل ها زندگی افسانهای توان با وحشت و ناراحتی ساعات بارانی مجبورند وقت را با ساختن کیف پول و جلد کتاب بگذرانند. گنداغه تفنگش را با حوصله تمام با تکایی از لاستیک کهنه پوشانده بود تا هنگام تیراندازی شانهش را نیازارد. کف کفشایش را با همین دقت پوشانده بود. علاوه بر اینها یک کتاب دعا، یک شمایل مذهبی، یک قطار فشنگ و یک قوطی پر از قرص صرفه مکیدنی بود تنها یک عدد مصرف شده بود هنگامی که پلیسا از میان شاخهایی و هم پیچیده زیتون از سراشیبی بالا میرفتند دو جسد را به روی شانهشان میبردند دیوانان با لباس محلی دو گروه را محاصره کرده و جسدها را کاملا از چشم پنهان کرده بودند آنها هنوز فریاد نفرین میکشیدند پلیسها با پالتوهای درازشان در دو گروه افسار اسبها را گرفته بودند زبان بسته از بوی خون و مرگ به لرزیدن شیه کشیدن سرتکان دادن و سر پا بلند شدن افتاده بودند مردها به زحمت آنها را نگه می داشتند پیش از سوار شدن گردن اسبم را نوازش کردند. با آن حرف زدم تا آرامش کنم دعوت میکنیم شنونده داستان کوتاه دیگری باشید از ایتالو کالوینو با نام محدود. غذایم را در یکی از رستوران های خاص میخوردم که قیمت غذایشان ثابت بود توی این شهر این رستوران ها را خانواده های اهل توسکان اداره میکردند که همهشان هم با هم فامیل بودند و همه خدمتکارا هم اهل شهری بودند به اسم آلتوپاسچیو جوانیشان را آنجا گذرانده بودند و حالا هم نمی فکرش را از سرشان بدر کنند. به همین خاطر هم با باقی شهر دمخور نمی شدند. و این پسرها و دخترهای خدمتکار با هم ازدواج می و بعضیشان هم برمیگشتند گشتند آلتو پاسشیو. بقیه همینجا جا می و توی رستوران های فامیل یا دوستان شهریشان کار می تا اینکه یک روزی برای خودشان رستورانی باز کنند. مشتری این رستوران ها هم همانهایی هستند که حدس میزنید یک عده مسافر که همش در حال سفرند مشتری های کنه که همان کارگر های پایین دست مجرد هستند حتی پیر دخترهای تایپیست و چندتایی دانشجو و سرباز بعد از مدتی این مشتری ها با هم آشنا می شوند و میز به میز با هم گپ می زنند. بعد هم سر میز دیگر می نشینند. گروهی که اول یکدیگر نمی شناختند آخر سر به غذا خوردن با هم معتاد می شوند. حالا من اینطور نبودم. هیچ وقت چیزی جز سفارشم نمی گفتم که آنم البته همیشه یک چیز بود. اسپاگتی با کره. گوشت گوساله پخته و سبزیجات. چون من رژیم داشتم. هیچ وقتم پیش خدمت رو به اسم صدا نکردم. هرچند اسماشان رو هم یاد گرفته بودم ولی ترجیح می دادم همچنان سینیورا صداشان کنم تا هیچ اثری از آشنایی در صحبتم نباشد. این رستوران را اتفاقی پیدا کرده بودم. خدا می داند چند وقت هر روز به آنجا سر می زدم ولی می خواستم احساس کنم گذری هستم. امروز اینجا هستم و فردا جای دیگر وگرنه این جای خاص اعصابم را داغان می کرد. اصلا جای بدی نبود برعکس هم غذایش خوب بود و هم مشتری های دائمش آدم های خوبی بودند و من لذت می بردم که چون این فضای سمیمانهی دورم را گرفته است. در واقع اگر اینطوری نبود احساس میکردم یک چیزی کم است با این وجود ترجیح میدادم تماشاچی باشم و خودم را وارد این قضایا نکنم با مردم وارد صحبت نمیشدم حتی حالا اولم نمیکردم چون همانطور که همه میدانند وقت کافی است تا بعضیا سر آشنایی را باز کنند و آن وقت درگیر شده اید. یکی میگوید امروز چطوره؟ و آخر سر دارید با بقیه تلویزیون نگاه میکنید یا به سینما میروید. بعد از آن روز هم وارد جمعی شده اید که برایتان معنا و مفهومی ندارد ولی مجبورید در مورد شغلتان چفت و پرت بگویید و حرفهای بقیه را گوش کنید سعی می کردم تنهایی پشت یک میز بنشینم و روزنامه صبح یا عصر را باز کنم بعد از اول تا آخر بخوانمش روزنامه را رو سر راه هم به اداره می خریدم و تیترایش را نگاهی میانداختم ولی صبر می کردم وقتی توی رستوران هستم روزنامه را رو بخوانم روزنامه کاربردهای زیادی برایم داشت چون وقتی نمیشد یک میز خالی پیدا کرد و مجبور میشدم پشت یک میز کنار چند نفر دیگر بنشینم خودم را غرق خواندن میکردم و هیچ کس حرفی به هم نمیزد ولی همیشه میخواستم یک میز خالی پیدا کنم و برای همین هم تا وقتی که ممکن بود سفارش دادم را عقب میانداختم و همین دلیل وقتی سرکلم توی رستوران پیدا میشد که بیشتر مشتریها رفته بودند غزلم را تمام میکردم روزنامه خوندم را رو تمام میکردم و بیرون می آمدم در حالی که روزنامه را رو توی دستم لوله کرده بودم میرفتم خانه بالا میرفتم توی اتاقم روزنامه را رو میانداختم روی تخت و دستم را میشستم سنیورا مارگارتی حواسش را جمع می کرد که ببیند کی میآیم و کی میروم چون همین که میرفتم بیرون میآمد و روزنامه را رو برمیداشت جرأت نمیکرد خودش روزنامه رو از من بخواهد پس یواشکی می آمد برش می داشت و یواشکی هم قبل از اینکه برگردم می روی تخت. مثل اینکه از این کنجکاوی بیمانی خجالت می کشید. در واقع اون فقط یک چیز میخوام. خوام. آگهی های ترهیم. برای عقب انداختن وقت بزا مثلا غروب میرفتم سینما و دیر وقت می آمدن بیرون. سرم یک کمی گیج میرفت وقتی می دیدم تاریکی اعلان های نئون را در بر گرفته و مه پاییزی شهر را فلاکت زده تر کرده. به ساعت نگاه می کردم و با خودم می گفتم که دیگر حالا نمی شود توی این رستوران های کوچک غذایی پیدا کرد یا اصلا قضیه این بود که از برنامه معمولم خارج شده بودم و نمی توانستم به آن برگردم. من که خودم را عادت داده بودم به رهگذرها طوری نگاه کنم که انگار سایه های بیچهرند و خودم را هم یک سایه بیچهره فرض می متوجه یک ساندویچی پر از آدم می شدم. یک دفعه کشف میکردم که اینجا جنگلی از صورت است. مثل میوه های خوش رنگ هر کدام با بقیه فرق دارد و همه هم غریبند. اول امیدوار بودم که همچنان حضور شبهوارم را حفظ کنم. اما بعد میفهمیدم که من هم مثل بقیه شدم. یک شکل که حتی آینه هم آن را موبه می میکند. حتی تحریشی را هم که از صبح تا بال در آمده نشان میدهد و گریزی هم ازش نیست. به آدمایی که میخندیدند و با هم حرف می زدند پشت می کردم و یک راست میرفتم طرف پیشخان که همیشه خدا هم شلو بود. به محض اینکه صندلی خالی می شد پیش خدمت را صدا می کردم و او هم یک زیر لیوانی مقبایی و منه را می گذاشت جلو. از اینکه خودم را به بقیه نشان داده بودم ناراحت می شدم. اینجا جایی بود که تمامی حرکات و ساعتهایش را از بر بودم. اتاق من در طبقه بالای همین ساندویجی بود. میگفتم لطفا گنوچی با کره و آخر سر پیش خدمت پشت پیشخان صدایم را میشنید میرفت طرف میکروفون تا اعلام کند یک گنوچی با کره و من هم داشتم فکر میکردم که این صدا دارد از سوی بلنگوی آشپزخانه پخش میشود و من هم در این حال اینجا جلوی پیشخان هستم و هم آن بالا توی رخت خواب چپیدم و دارم سرم را تکان میدم تا صدای این کلمات چپندرقیچی در قیچی آدم های پرخور را خفه کنم. راستش این بسته هر شب من بود. از میان خط و رنگ این بخش جهان به طور شفاف شروع می کردم به درک بدبیاری این جهان که مثل اینکه من تنها سکنه اینجا هستم. ولی شایدم هم بدبختی واقعی همینجا بود همین چراهای روشن و چشمهای باز چون به هر حال تنها سمت من در هر چیزی در سایه است و ساندویچی تنها چیزی که دارد صداهای از ریخت افتاده است که از توی تاریکی هم می شود چنید. یک گنوچی با کره و تلپ تلپ به ظرفهای فلزی و نور علائم خیابان مهرا می شکافت و پشت شیشه های مه گرفته طرح مبهم آدمی شکل می گرفت. یک روز صبح با صدای تلفن کلودیا از خواب پریدم اما از راه دور تلفن نمیکرد همینجا بود توی شهر. توی ایستگاه قطار. و همان لحظه ای که رسیده بود زنگ زد. چون وقتی داشته از کوپهش پیاده می شده، یکی از هزار تا چمدانی را که همراه داشته گم کرده. با دو رفتم ایستگاه و دیدم دارد جلوی لشکری از باربرها وارد می شود. لبخندش هیچ نشانی از آن تشویچی که چند دقیقه پیش از پشت تلفن منتقل کرد نداشت. بسیار زیبا و باشکوه بود. هر وقت که میدیدمش تعجب میکردم از اینکه میدیدم کاملا فرق کرده است. حالا با عجله داشت شیفتگیش را به این شهر بیان میکرد و بر تصمیم من برای سکونت در این شهر سهه میگذاشت. آسمان سربی بود. کلودیا از روشنی از رنگهای خیابان تعریف کرد. کلودیا توی هتلی بزرگ سویتی گرفت. وقتی که رفتم توی لابی بعد پیش مسئول پذیرش او هم ورود مرا با تلفن خبر داد. بعد افتادم دنبال پادو تا آسانسور تا برسم به اتاق. اینها اعصابم رو داغان کرد. به ظاهر میگفت به خاطر کارش آمده است اما در واقع آمده بود چند روزی مرا ببیند. تحت تأثیرم قرار داد و افسرده هم کرد. چون جلوی چشمم ورطه ای بین را و رسم زندگی او و من دهان باز کرده بود. ولی سعی کردم آن روز را خیلی خوب سر کنم. حتی مدت کمی هم توی اداره ماندیم آنم برای اینکه مساعده رد کنم. در حالی که داشتم روزهای استثنایی پیش رویم را تصور میکردم. اما مشکل این بود که کلودیا را کجا ببرم غذا بخوریم. رستوران های خیلی لوکس یا تفریقه های اطراف شهر را خوب نمی شنفتم. برای شروع فکر کردم برویم یکی از تپه های نزدیک شهر. یک تاکسی گرفتم. آن وقت بود که فهمیدم در این شهر هیچ کس بدون ماشین نمیتواند آدم متشخصی شود. حتی همکارم آوان رو یکی داشت. من نداشتم. حتی نمیدانستم باید چطور رانندگی کرد. ماشین نداشتن هیچ برایم مهم نبود. اما حالا که کلودیا پیشم بود از این نداشتن خجالت میکشیدم. کلودیا برعکس به نظرش همه چیز سر جایش بود گفت که اگر ماشین داشتم حتما فاجعه ای اتفاق می خب یک تاکسی گرفتیم اما چه تاکسی یک تاکسی پاکستانی که پیرمردی رانندهش بود سعی کردم با مزه پرانی بگویم که درماندگی و فلاکت ناگزیر به زندگی هم وارد می شود ولی کلودیا اصلا خیالش نبود که تاکسی چقدر زشت است اصلا مثل اینکه اینطور چیزها را حس نمیکرد و من مانده بودم که از این فلاکت خودم بکاهم یا بیشتر همه چیز را به تقدید حواله کنم به طرف تپه سبز سمت شرق شهر بالا رفتیم روز با نور زرد پایزی روشن شده بود و رنگهای هم طلایی شده بودند قبل از اینکه به آن رستوران کوچک برویم به پیرمرد راننده گفتم که ما را یک جایی ببرد تا از بالا منظره را ببینیم از ماشین پیاده شدیم. کلودیا یک کلاه بزرگ سیار روی سرش گذاشته بود و دور خودش میچرخید. من این طرف و آن طرف میپریدم و قلده سفید کوهای آرپ رو نشانش میدادم که بالای ابرها بود. اسم کوها را علکی میگفتم چون همه را نمیشناختم. بعد طرف دیگر را نشانش دادم. ردیف دندانه دندانه تپه ها با دهکده ها و جاده ها و روخانه ها و آن پایین شهر را که مثل شبکه ای از چیزهای کوچک درخشان و تار بود که به دقت پشت هم ردیف شده بودند. نوعی حس گستردگی مرا گرفته بود. پاییز بود اما هوا تمیز بود و از آلودگی خبری نبود. ولی یک خبرهایی بود. من غلیزی پای کوها بود، رگه های غبار روی رودخانه ها، زنجیره ابرها و باد همه این چیزها تکان میداد. به دیواره کوتاهی تکیه کرده بودیم من داشتم به نماهای بیپایان چشمانداز نگاه میکردم یک دفعه ویر از پشانم افتاد که این چیزها را تحلیل کنم ولی از خودم ناراضی بودم چون به اندازه کافی به نام مکانها و پدیده های طبیعی وارد نبودم به جایش کلودیا داشت احساساتش را از غلیان و فوران عشق بیان میکرد و نشان میداد که با این احساسات نمیشود کاری کرد دعوت میکنم داستان کوتاه ملاقاتی اثر اینیاد سی و سی رو بشن. مرد ریزنقش جنده پوش دست بند به دست با دو جاندارم در کوچه خلوت و خاکالود می در درگاه خانمان نشسته بودم. کتاب علف روی زانو داشتن و با مشکل حروف با صدا و بی صدا سرکر نمی آن نمایش غیر منتظره مایه شادی هم شد و به خنده هم انداخت. نگاهی به دوروبرم انداختم تا شاید کسی را پیدا کنم که در آن شادی با من شریک باشد. و در همان لحظه از درون خانه صدای پاهای سنگین پدرم را شنیدم که نزدیک می شود. با خنده به او گفتم نگاه کن پدر ببین چقدر خنده داره اما پدرم اخ می کرد و به من خیره شد. گوشم را گرفت و بلندم کرد و مرا به اتاق خودش برد. هیچگاه او را تا آن حد از خودم خشمین ندیده بودم گوشم را که به درد آمده بود مالیدم و پرسیدم مگه چه کار بدی کردم اصلا مگه کار بدی کردم پدرم گفت هیچ وقت نباید به کسی که دستگیر شده بخندیم. هیچ وقت گفتم خب چرا گفت واسه اینکه که نمیتونه از خودش دفاع کنه بعدش هم این که شاید بیگناه باشه در هر صورت آدمی که به دردسر افتاده و به آدمی که به درد سر افتاده نباید خندید. بیش از آن چیزی نگفت و مرا با مشکلی که برایم کاملا تازه بود تنها گذاشت و رفت. دیگر به حروف بی صدا و با صدا و ترکیب های بغرنجشان هیچ علاقه نداشتند. همان شب به جای اینکه از من بخواهد در ساعت همیشگی به بستر خوابم بروم مرا با خودش به میدانگاهی برد کاری که بسیار به ندرت میکرد و به جای اینکه همچون همیشه به سراغ دوستانش در انجمن تعاون برود با هم به کافه رفتیم که چند نفری دور میزهای آن در هوای آزاد نشسته بودند و بعد از آن روز گرم و دم کرده هوایی میخوردند در کنار میز پدرم بازپرس و دکتر سرگرم گفتگو بودند پدرم از بازپرس که با او رابطه دوستانه داشت پرسید اون مرده که امروز دستگیرش کردن چیکار کرده بود؟ بازپرس گفت دزدی پدرم دوباره پرسید اهل کجاست؟ ولگرده یا بیکاره چی است؟ هست؟ گفت کارگر آجورپزیه از ارباب چیزی بلند کرده مگه اصلا هم چیزی دزدیده پدرم گفت عجیبه با اون پاهای برنه و جلده پارهی که به تنش گریه میکرد بیشتر شبیه کسی بود که خودشو رو زده باشه چند سالی بعد روزی پدرم برای نخستین بار پذیرفت که مرا با خودش به مزرعهمان در جلگه فوچینو ببرد و این برای من رویداد بس مهم می بود. ناگان از کردم که برای خودم مردی شدم. هنوز سپید مزده بلند شدم اما پدرم پیش از آن گاف میشه را آماده کرده و عرابه را جلو در قامه ایستانده بود. همچنین تعجب کردم از اینکه به همان زودی صدای رکاب و ماسوره دستگاه بافندگی به گوش می رسید. یعنی مادرم کارش را شروع کرده بود. هنگامی که شیر قهوهام را میخوردم مادرم آمد و کنارم نشست و چند سفارشی به من کرد به خاطر دارم یکی از سفارشهایش این بود که در مزرعه زیر آفتاب ننشینم گفت که تقریبا همه کسانی که برای اولین بار به مزرعه میروند دچار آفتاب زدگی میشوند بعد تا دم عرابه همراه هم آمد هر آنچه در پیرامونم میدیدم و میشنیدم به نگرانیم دامن میزد در روشنای گنگ پیگاه پیکره عظیم گاف ها سادگی و زمختی اشیایی که بار عرابه شده بود خیش، کیسه علف، چلیک های آب، سبد خوراکی و آوای ناگهانی و غیر منتظره اما همیشگی خروس همه و همه به نظرم نشانهایی از سختی زندگی بود که به آن پا میگذاشتند گذاشتم. باید به آن زودی را می افتادی. زیرا تا من حدود هشت کیلومتر راه بود و چه برای خودمان و چه برای گاو ها بهتر آن بود که پیش از طلوع آفتاب به مزرعه برسیم شتاب ای که گاومیش آن را میکشد کمامیش به اندازه شتاب راه رفتن انسان است اما کندی عرابهمان با حال پسرکی چون من که برای نخستین بار به دنیای بزرگترها پا میگذاشتم سازگاری داشت گرانی را تماشا میکردم که پشت سر یا پیشاپیش پیش ما همگام با خیلی چار پایان و عربا روان بودند. رفتار آنان را تقلید میکردم و میکوشیدم بر هیجان خودم غلبه کنم. تعجب میکردم از این که حتی آنهایی که یک دیگر را خوب می و با هم دوست بودند تنها با تکان دادن سر به هم دیگر سلام میگفتند. زمان کار و کوشش بود نه هنگام تعارف و خوشامدگویی همچنین بدم نمی آمد از اینکه پدرم سرگرم افکار خودش بود و با من حرفی نمی زد و بدین گونه نشان می داد که او هم دیگر مرا بچه نمی داند. نگاهی به پشت سرم انداختم و از دیدن منظره شهرمان از آن نقطه دور شگفت زده شدند همه شهر با در رش یک پارچه رو در روی من و بیرون از من به چشم می آمد. هرگز به آن صورت ندیده بودمش. به نظرم شهری ناشناس می رسید با انبویی از خانه های به هم پیوسته در درون شیاری از کوهی خشک و برهنه. خورشید بیرون زده بود و تا آن حد پیش رفته بودیم که برگشت من امکان نداشت. آنچه به شدت ناراحتم میکرد این بود که پدرم پیابه پی پی میگفت هیچ وقت بازم پیش نیامده که همچو چیزی رو یادم بره. هیچ وقت. هیچ وقت. یعنی تقصیر من بود. بسته گرفت. آن روز فراموش نشدنی ناگهان خراب شد. به مزرعه رسیدیم پدرم گاوا را از عرابه باز کرد و به خیش بست بیان که کلمه بگوید و حتی نگاهی به من بیاندازد در جاده دراز و خاکالود که در هر سوی آن ردیفی از سپیدار کشیده شده بود هیچ کس دیده نمیشد. در کهزارهای همسایه نیز هیچ کس نبود امیدی نیز نبود که آشنایی پیدا شود و بخشی از سیگارها یا توتون خودش را به پدرم بدهد. گاوا هم آماده شده بود. پدرم پیش از آن که آن را راه بیاندازد صدایم کرد و گفت این پولو بگیر هر کسی از اینجا رد شد پول رو بهش بده و ازش یک سیگار برگ یا یک کم توتون بخوا آفتاب بالا آمده بود و بعید می نمود که هنوز کسی از جاده بگذرد پدرم کتش را درآورد دسته خیش را بالا برد و با نهیبی گاوها را به راه انداخت رفتم و به حالتی غصدار لب کانالی که مزرعه را از جاده جدا میکرد نشستم. پدرم را میدیدم که روی دسته خیش شده بود و پشت سر گاوا آهسته آهسته پیش می رفت و پشت سرش یاری راست و خاکستری بر زمین پوشیده از کابون آفتاب سوخته به جا می ماند. آفتاب کم کم می سوزند. اما پدرم همچنان در سکوت و با آهنگی آهسته و موزون شخ میزد گرداگرد کیسار دیواری از سپیدارهای گولاسا کشیده شده بود که دم باد نمیتوان استکانش دهد. آب کانال گلالود بود. به نظر ساکن می رسید. با آنکه در سایه نشسته بودم به زحمت نفس می کشیدم. حالت گنگی به سراغم آمد. انگار خوابم گرفته بود و دلم آشوب میشد. فکر کردم شاید بهتر بود در خانه می مندم. اما نزدیک زور صدای پدرم مرا از آن حالت رخوت بیرون آورد. از ته جاده مردی سوار بر خری کوچک آهسته به سوی ما می آمد. به نظرم چنین رسید که مرد و مرکبش سوار بر ابری از گرد و خاک غلیز بودند که سمهای حیوان به هوا بلند میکرد. به سوی مرد دویدم. پول را به طرف او گرفتم. بیچ مقدمه ای آنچه میخواستم مطرح کردم و پدرم را که در نیمه راه از حرکت باز ایستاده بود نشانش دادم مرد خرسوار دهاتی بسیار فقیری بود لباس ژنده کسیفی به تن داشت که تنش از برای پارگی های آن دیده میشد چارههایش را با نخی به پا بسته بود در جوابم گفت فقط یه دونه نصفه دارم همچنان که کنار خر راه میرفتم گفتم باشه این پولو بگیرین همون سیگار نصفهی رو که داریم بدید به من خواهش میکنم گفت رو چه حسابی باید تمام روز رو بی سیگار بمونم؟ مگه خون پدرت از خون من رنگین تره؟ گفتم نه رنگین تر نیست ولی با این وضعی که پیش اومده ممکنه تا فردا اخ کنه و یه کلمه هم حرف نزنه مرد گفت نمیزنه که نمیزنه مگه فکر میکنه که حالا کی هست؟ پا به پای خر میرفتم و کم کم داشتم ناامید میشدن چگونه میشد آن نصف سیگار برگ رو از او گرفت؟ با التماس نگاهش کردم اما او به حالتی به من خیره شده بود که نمیدانستم از همدردی است یا از تمسخر نخستین بارم بود که مردی آن گونه لاغر و خاکالود و استخانی را از نزدیک میدیدم. دیدم. گفتم غذای خیلی خوبی آوردیم. اگه بخواین سهم خودم میدم به شما. آب هم داریم. یه دقیقه بایسید. بیاین نگاه کنیم. اما او گوشش بده کار نبود. حتی به نظر می رسید که آن وز مایه سرگرمی اوست کم مانده بود گریم بگیرن. گفتن خواهش میکنن. خواهش میکنن. ناگان سیگار برگ نصفه را به طرفم گرفت و گفت بیا مال تو. گفتن پولو نمی گیری؟ چرا؟ گفت یه نصف سیگار را یا نباید بکسی داد یا باید همین داد. بیش از آن پا فشاری نکردم. چون اجره داشتم که هرچه زودتر خودی به پدرم نشان بدم. پس از آنکه جزئیات آن گفتگوی موفقیت آمیز را برای پدرم بازگو کردم گفت عجیبه. کاش دست کم اسمشو میپرسیدی. چند سالی گذشت. روزی نزدیک غروب در درگاه خانمان نشسته بودم و کتاب قصه روی زانو داشتم که ناگهان چشمم به همان مردی افتاد که سیگار برگ نصفه را به من داده بود. دستبند به دست داشت و دو جاندارم همراهش بودند. بیدرنگ او را شناختم و دلم یک بار فرو ریخت. به دو به جستجوی پدرم رفتم تا خبرش کنم. در خانه نبود. به سرال مادر بزرگم رفتم و سپس خودم را به میدانگاهی رساندم. آنجا هم کسی او را ندیده بود. سرانجام در آخر پیداش کردم که داشت به گاف میشا آب میداد. بیشک ظاهر پریشانی داشتم. چون با دیدن من در جا پرسید که آیا برای خانواده اتفاق بدی افتاده است در جوابش گفتم بله و ماجرا را برایش تعریف کردم فردای آن روز یکشنبه بود همان گونه که قرار گذاشته بودیم هنگام خروج از کلیسا پدرم را دیدم که منتظر بود تا مرا پیش بازپرس ببرد به من گفت وضعیه خودت براش تعریف کن هرچی باشه اون مرده تو رو میشناسه نه منو بازپرس لبخند به لب به داستانی که با شور بسیار برایش تعریف میکردم گوش داد و سرانجام در جوابم گفت چون چیزی دزدیده دستگیرش کردم حیرت کردم تصور اینکه آدم شروری باشد برایم راحتتر بود تا اینکه دزد باشد پدرم گفت حتما کاری کرده که واسه ژاندارما و باسپورس حکم دزدی رو داشته اما واقعیت کارش رو فقط خدا میدونه باسپرس لطفی کرد و به ما اجازه داد با زندانی ملاقات کنیم. در اجازه نامه اسم مرا هم نوشت. در راه پدرم گفت باید چیزی براش ببریم. هنوز کوچکترین جزئیات آن دیدار را به یاد دارم. چون به خاطر سن کمی که داشتم نخستین بار بود که به چنان جایی میرفتم. رفتم. همین که پا به درون محبت زندان گذاشتم دلم چنان به تپش افتاد که درد گرفت. نگهبان ما را به اتاق کوچک و گندالود برد که پنجره کوچک میلهداری آن را رو روشن میکرد. دریچه ای در وسط یکی از دیوارها را نشانمان داد که از طریق آن می با زندانیمان گفتگو کنیم. برای اینکه بتوانم او را رو ببینم روی نوک پا بلند شدم. چقدر خوشحال شدم که با اولین نگاه مرا شناخت. دعوت میکنیم شنونده داستان کوتاهی باشید از دین و بوتزتی با نام مرده اشتباهی لوچو پره دونتزانی، نقاش مشهور 46 ساله که از مدتا پیش در خانه ایلاقیش واقع در ویمرکاته گوشگیری اختیار کرده بود یک روز صبح وقتی روزنامه را رو باز کرد از فرط حیرت سر جایش کش شد زیرا در پایین صفحه سوم روزنامه در قسمت راست با عنوان درشت چون این چیزی چاپ شده بود هنر ایتالیا سوگوار شد لوچو پره دونتزانی، نقاش مشهور درگذشت و بعد در زیر آن یادداشت کوتاهی با حروف ایتالیک چاپ شده بود ویمرکاته 21 فوریه دو روز پیش لوچو پردونسانی نقاش به دنبال بیماری شدیدی که از پزشکان در قبال آن هیچ کاری ساخته نبود درگذشت متوفا خود خواسته بود که خبر مرگش پس از پایان مراسم تشییع جنازه اعلام شود بلافاصله پس از این اعلان مقاله بسیار ستایش آمیزی تقریبا در یک ستون در توصیف متوفا آمده بود که سرچار از مداهنه و تحسین بود و استفانی منتقد بزرگ هنری امضای خود را زیر آن گذاشته بود همراه مقاله حتی عکسی از پردونتزانی که تقریبا متعلق به 20 سال پیش بود چاپ شده بود پردونتزانی مات و محبود مانده بود و نمیتوانست آنچه چشمانش میدید باور کند با تب و مقاله مرگ خود را خواند و با عجلهی که به خرج توانست در یک چشم برهم زدن تعنه های زهراگی نیدا که به کمک دیپلماسی زیرکانه در لابلای انبوه استفاد صدای شامیز اینجا و آنجا گنجانده شده بود تشخیص داد. پردونتزانی به محض اینکه توانست به خدایت با فریاد همترش را صدا زد. ماتیلده! ماتیلده! زنش از اتاق مجابه جواب داد چی شده؟ بردم زنی با لحنی آمیز گفت گفتم بیا صدایش به قدری آمیخته به استراب بود که ماتیلده اتو را رها کرد و با شتاب خودش را به او رساند نقاش روزنامه را به طرف او دراز کرد و نالهکنان گفت بگیر بخون زن روزنامه را گرفت و بلا فاصله رنگ از رویش پرید و بعد با بیمنطقی شگفتنگیز زنها به شکل نومیدانهی هر به گریهش را سرداد. همراه با ریزش شدید اشک بریده بریده میگفت او لچوی من لچوی بیچاره من گنج من این صحنه عصبانیت مرد را شدیدتر کرد ماتیلده مگه دیوونه شدی مگه نمیبینی که من اینجا مگه متوجه نیستی که اشتباهی صورت گرفته اشتباهی هولناک ماتیلده بلافاصله شیون و زاری را کنار گذاشت به شوهرش نگریست و چهرهش یکباره آرام شد آن وقت ناگان با همان سرعتی که یک لحظه پیش احساس کرده بود که بیوه شده است تحت تاثیر جنبه خنده آور و از تغییر حالت داد و گرفتار بحرانی ناگهانی شد و خنده شدید سر داد او در حالی که قاه میخندید و به شدت سر و صدا به راه انداخته بود گفت وای خدای من چقدر خنده داره او چه ماجرایی من ببخش لچو اما میدونی سوگی برای هنر در حالی که تو سالم و تندرست اینجایی نقاش از جا رفت خیلی خوب کافیه متوجه نیستی؟ وحشتناکه کاملا وحشتناکه اوه الان حرفان به مدیر روزنامه خواهم زد مطمئنا این شوخی براش گرون تموم خواهد شد پردونسانی با عجله به شهر رفت و یک راست به دفتر روزنامه شتافت مدیر با مهربانی و ادب او را پذیرفت استاد عزیز خواهش میکنم بفرمایید بنشینید نه 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 این موب راحتتره. بفرمایید حالا گوشم به شماست چه امری خیری شما رو به این طرف ها کشونده آیا تظاهر میکرد یا به راستی نمیدانست که روزنامهاش چه چیزی چاپ کرده است پردونزانی هاج و مانده بود گفت اما تو روزنامه امروز در صفحه سوم خبر مرگ من چاپ شده مدیر به سرعت روزنامه تا شده ای را که روی میز بود برداشت رو باز کرد اعلان مرگ را خواند و ظاهرا موضوع را دریافت به نظر می رسید که برای یک لحظه دچار تردید شده اما فقط برای یک چند ثانیه سپس به نحوی شگفتآور بر خود مسلط شد صرفه کرد و گفت آه درسته واقعا اشتباه کوچکی شده مختصر فرقی داره در این حالت به پدری می ماند که فرزندش را در مقابل رهگذری که از دست بچه به سطو آمده است برای حفظ ظاهر سردنش می کند کاسه سبد پردونزانی لبریز شد با حالتی عصبی فریاد زد مختصر اختلاف شما من کشتید بله این کاریه که با من کردید وحشتناکه مدیر گفت بله بله امکان داره منظورم اینه که متن خبر بله خبر کمی از اون چه مورد نظر ما بوده تجاوز کرده از طرفی امیدوارم تونسته باشید به ارزش واقعی تجلیلی که روزنامه من از هنر شما به عمل آورده پی ببرید انکار نمی کنم که مختصر اشتباهی صورت گرفته پردونتزانی گفت اینجا اعلان دادید که من مردم در حالی که زنده و اون وقت اسم این رو میگذارید مختصر اشتباه من توقع دارم تصحیح شایسته و بایسته صورت بگیره اونم درست در همین جایی که این اعلان و مقاله اصلی چاپ شده در زم من هر گونه تعقیب شما را از نظر ضرر و برای خودم محفوظ میدارم در این هنگام مدیر که از عنوان استاد به آقای خشک و خالی رسید و این به هیچ وجه نشانه خوبی نبود گفت زرر و زیان آقا شما متوجه نیستید که چه شانس خارق العاده ای به شما رو آورده هر نقاش دیگه ای بود از خوشحالی ده متر به هوا میپرید چه شانسی هم وقتی که نقاش میمیره قیمت تابلوهاش به نحو قابل ملاحظه بالا میره ما بی اون که خودمون خواسته باشیم خدمت بسیار با ارزشی به شما کردیم مسلما البته اگه شما بخواید از این فرصت هیجان بخش و استثنایی استفاده کنید ها. شما که نمیخواید بگذارید این فرصت از چنگتون فرار کنه کمی فکر کنید یک نمایشگاه مجلل بعد از مرگ تبلیغات خوبی که هماهنگ شده باشه و ما هر کاری از دست بر بیاد برای تبلیغ این نمایشگاه انجام میدیم استاد عزیز من پای چندین میلیون در میونه ببینم شما تصادفا برادری ندارید پردونزا گفت دارم چرا او در آفریقای جنوبی زندگی میکنه مدیر گفت عالیه به شما شباهت داره پردونزا گفت تا حدودی بله اما ریش داره مدیر گفت معرکه است شما هم ریش بگذارید و بگید که برادر لوچو هستید خیلی ساده است مثل آب خوردن به من اعتماد کنید بهتره بگذارید کارها جریان عادی خودش رو طی پردونزانی نتوانست کمترین چیزی بگوید به, به خانه ییلاقیاش برگشت در اتاق پنهان شد و گذاشت که ریشش بلند شود زنش به سوگ او نشست دوستانی برای تسلیت به ملاقات او آمدند به خصوص اسکار پرادلی که او هم نقاش بود و همه جا از او به عنوان سایه پردونتزانی نام برده میشد طولی نکشید که پای خریدارها به خانه آنها باز شد تاجران کلکسیونرها کسانی که مشام تیزی دارند و بوی معاملات پرسود را احساس می کنند. تابلوهایی که قبلا قیمت آنها به زحمت به چهل پنجا هزار لیر می رسید، اکنون به آسانی به بهای دویست هزار فروخته می پردونزانی آنجا در کنام خود پیوسته کار می کرد و تابلو پشت سر تابلو می کشید و البته فراموش نمی که تاریخ جلوتر و زیر آنها بگذارد. یک ماه گذشت. پردونزانی که طی این مدت ریشش به اندازه کافی انبوه شده بود خطر کرد و از کنامش بیرون آمد او به همه چنین وانمود میکرد که برادر لوچوست و از آفریقای جنوبی میآید عینکی به چشم زده بود و ادای لحجه محلی را در میآورد کسانی که به او برخورد میکردند میگفتند که او عجب شباهتی به برادرش دارد در خلال یکی از گردشهایش پس از مدتی زندگی در مخفیگاه شهر براتر کنجکاوی به گورستان رفت در سردابه خانوادگی روی سنگ زیبای مرمر سنگ تراش مشغول حک نام او و تاریخ تولد و مرگش بود. او به سنگ تراش گفت که برادر لچوی متوفه است. سپس گفت در کوچک سردابه ای را که از جنس مفرق بود باز کرد و به درون رفت. تابوت های بستگانش روی هم چیده شده بود. بستگان اش چقدر زیاد بودم. نه نفر. تابوت او هم آنجا بود. چه خوب روی پلاک مسی تابوت نام خود را خواند لوچو پردونسانی سرپوش تابوت با پیچ روی تابوت محکم شده بود با انگشتان خمیده و با, با ترسی مبهم به دیواره جعبه ضربه ای زد از روی تابوت صدای مخصوص بلند شد که نشان میداد خوشبختانه خالی است در این میان نمایشگاه نقاشیاش که بعد از مرگ لوچو ترتیب داده شده بود موفقیت کم نظیری کسب کرد فروش تابلوها با کسر کلیه مخارج پنج میلیون و نیم لیر سود در برداشت. اما چیزی نگذشت که فراموشی با سرعت حیرت آوری و کارهایش را در خود فرو برد. در ستونهای جراید و نیز در صفحات مجله های دیگر به ندرت نامی از او برده می شود. نقاش بینوا با حیرتی آمیخته به اندوه میدید که حتی بدون لچ و دونتزانی هم دنیا مانند سابق به گردش خود ادامه می ده. خورشید مثل قبل طلوع غروب میکرد خدمتکارها صبحها قالیچهها را تکان میدادند قطارها به سوی مقصد در حرکت بودند مردم میخوردند و تفریح میکردند یک روز مرد مرده وقتی از گردش در دشت و دمن به خانه بازگشت خانه به شکلی شگفتآور حالتی آرام و خودمانی داشت و از برای دیوارها نجواهایی فروخورده به گوش میرسید پردونسانی لحظه ای درنگ کرد و بعد با نوک پا به طرف در برگشت. از خانه به آهستگی خارج شد و به سوی گورستان به راه افتاد. شب بارانی و ملایمی بود. لوچو دانزانی وقتی خود را در مقابل سردابه خانوادگی یافت با تعنی به اطرافش نگاه کرد. در حول و مقبره ای دیده نمی شود. آن وقت لنگ در مفرقی سردابه را گشود و به درون رفت. شب به تدریج تاریکتر می شد و سایه سیاهش را به درون سردابه می کشند. لوچو آهسته و بیچتاب به کمک چاوو شروع به باز کردن پیچایی کرد که در تابوت او تابوت لوچو پردونزانی را می بست. در تابوت را گشود و با خونسردی کامل به پشت در آن دراز کشید و آرام گرفت. در این لحظه حالتی را به خود گرفته بود که می شایسته مردگان در خواب ابدی است. این حالت شگفتآور را خیلی راحتتر از آنچه پیش بینی میکرد به دست آورده بود و بعد بیان که کمترین استرابی در درونش راه یابد خیلی آهسته سرپوش را روی تابوت کشید وقتی که فقط شکاف کوچکی بازمانده بود چند لحظه به صداهای بیرون گوش داد که شاید صدایش کرده باشند ولی کسی او را صدا نزده بود آن وقت سرپوش را کاملا روی خودش کشید داستان کوتاه پولیکوشکا نوشته انیات سیاسیلونه رو بشنوید مقر انجمن دهقانان را پس از زلزله به ساختمان چوبی انباری منتقل کرده بودند که از اموال عمومی بود. به ندرت کسی آنجا دیده میشد چون بخش عمده اعضای فعال انجمن به خاطر جنگ به سربازی رفته بودند. چشمپوشی از مقر انجمن به معنای اعلام انحلال آن بود دیر یا زود جنگ پایان میافت و آن چند پیرمرد نمیخواستند که دهوانان جوان از خدمت برگشته انجمن خود را منحل ببینند به ویژه در انگامی که بیش از هر زمان به آن نیاز بود من که دیگر کسی را نداشتم که مرا صدا کند کشش غریبی به سوی آن مردم بینوا میکردم مردمی که گرچه کار روزانه رمقشان را کشیده بود به گرد همایی میرفتند من نیز چند بار در آن گرد ها شرکت کردم که در آن زمان در حیات صومعه ای باستانی برپا شد. معمولا کسی توجهی به من نداشت تا اینکه یک روز واقعی ناخوشایندی برایم پیش آمد رو آن روز دیگانی با لحنی تهدیدآمیز از من پرسید تو اینجا چیکار میکنی با حالتی تقصیرکار هاجواج ماندم و نمیدانستم چه بگویم او با خشونتی هرچه بیشتر گفت نکنه تو هم رو زمین جون میکنی لبخندی زورکی زدم تا نرمش کنم. در جوابش گفتم نه، فعلا درس میخونم. و دو کتابی را که زیر بغل داشتم نشانش دادم. پیرمردی که دورا دور میشناختمش به طرفداری از من پادرمیانی کرد و دستش را به نشانه حمایت روی شانه هم گذاشت. تا پایان گرد همایی کنار او ماندم و بعد با او تا کلبش که میان تاکستانی در بخش تازه شهر قرار داشت همراه شدم. از او پرسیدم اسمت چیه؟ گفت لاتزارو جوون که بودم با پدرت خیلی رفیق بودیم گفتم چرا اون مرد میخواست من از جلسه بیرون کنه؟ گفت شاید به خاطر کتابات گفتم مگه درس خوندن گناهه؟ گفت نه گناه نیست اما آدم های درس هستن که از معلوماتشون برای فریب مردم بینوا استفاده میکنن مگه به بحث های جلسه توجه نکردی؟ گفتم نه آنانگام کسان دیگری از راه رسیدند و ادامه بحث ممکن نشد دوستی من و لاتزارو از همانجا آغاز شد از او خوشم میآمد کم حرف میزد سریح و بیغلقش رو فهمیده بود اثری از ترسویی و چاکرمنشی در او دیده نمیشد معلوماتی نداشت اندکی خواندن و نوشتن میدانست اما جنبههایی از زندگی را که برای من ناشناس بود خوب میشناخت برای نمونه برای برپایی جنگ جهانی اول و به طور کلی درباره همه جنگ ها درکی ساده و روشن داشت. برایم توضیح می داد که جنگ وسیله در دست دولت هاست تا بیاری آن عده بیشتری از روستاییان را نابود کنند. گفتم اما این بیماری ها آدم های پولدار میکشه. گفت بله این دیگه انتقام خداست. البته به نفع دولت ها نیست که نسل دهوان را از روی زمین بردارند. چون در این صورت کی زمین رو میکاره؟ اربابا چی میخورن؟ به همین دلیله که زمان جنگ ها معمولا محدوده توی درگیری ها سلیب سرخ همش اده قربانی جنگ رو کنترل میکنه بعدش هم وقتی زمانش برسه میگه دیگه جنگ بسته در محل انجمن کار چندانی نمیکردم فقط گهگاه برایشان نامه های اعتراضآمیزی خطاب به مقامات مینوشتم که یکی دو بار آن برای دولت روم بود موضوع نامه ها را لاتزارو برای هم تشریح می کرد. با این همه پیش از آن که بتوانم متن مناسبی تهیه کنم چند بار چک نویس می کردم. روزی یکی از همشاگردی هایم هم مرا به کناری کشید و گفت میدونی که کم کم داره چو میفته که تو سرخی؟ گفتم موزف میگن. توی خون رنگ رزی که نیفتادم. قضیه را برای لاتزارو تعریف کردم و گفتم بعضی ها چو انداختن که منم سرخ شدم. لاتزارو همان گونه که عادتش بود همان دم چیزی نگفت. دوباره گفتم هیچ به نظر خودم نمیرسه که رنگ عوض کرده باشم. سرانجام او گفت من فکر می که آدم مثل آب باشه. یه لیوان آب رو که نگاه کنی خوب می که هیچ رنگی نداره. اما همین آب وقتی زیاد میشه و به صورت دریاچه و رودخونه و دریا در میاد واسه خودش رنگ پیدا میکنه. گفتم این به خاطر آسمونه. و بله به خاطر آسمونه ما آدمام تک تکمون مثل یه لیوان آبی اگه گفتی چه چیزی به ما رنگ میده؟ گفتم توده آدما گفت نه یه گله گوسفند هر چی باشه چیزی بیشتر از همون گله گوسفند نیست تازه ما هم که اینجا سه چهار نفر بیشتر نیستیم گفتم پس رنگ ما از چیه؟ گفت خدا خدا به ما قول داده که هر جا دور هم جمع بشیم اونم با ما باشه از نحوه سخن گفتن لاتزارو و دیگر ویژگیهایش میشد گفت که مسیحی مؤمنی است <متصفح> <متصفح> یک شب که مانند همیشه به محل انجمن رفته بودم لاتزارو با دیدن چند کتاب درسی که زیر بغلم داشتم گفت چرا یه خورده از این کتابات واسه ما نمیخونی گفتم با کمال میل فقط باید یک کتاب مناسب پیدا کنم از آنجا که فردا تعطیل بود برای شبش قرار گذاشتیم فکر کتابخانی برای آنان مرا به شدت به ذوق آورده بود و تعجب میکردم که چرا پیش از آن فکرشان نکرده بودم تنها مشکلم پیدا کردن کتاب مناسب بود در آن هنگام به یاد پزشک تنگ دستی افتادم که در گوشه دور افتاده از ناهیم آن تبابت میکرد. معروف بود که آمرشیست است. زندگی سختی را میگذراند و به خاطر همین برخی خانواده ها او را تغییر میکردند. یک بار به من گفته بود چند تا کتاب دارم که میتونم بهت قرض بدم. صبح فردا به سراغش رفتم تا از او کمک بخواهم. پیاده روی ما خوشایند نبود. آفتاب تابستانی میسوزاند و قبار راه چشم را کور میکرد. پزشک در آشپزخانه محقرش سرگرم تدارک غذایی برای خود بود. گفت میخوای یه لغمه نهار با من بخوری؟ به اصخایی گفتم با کسی قرار دارم همچنان که با من حرف میزد گرده نانی را تکه تکه کرد و در بشقابی چید و سوپ لوبیا را رو روی آن ریخت برایش گفتم چه مشکلی دارم مرا با خود به چهار دیواری تنگ و کوچکی برد که اتاق کارش بود و نمیشد آن نمونه نظم و پاکیزگی دانست کتاب و نمونه های دارویی و وسایل پزشکی و لباس و چیزهای دیگر همه روی هم تلمبار و حتی در کف اتاق پخش شده بود. کتاب پاره پوره ای به دستم داد و گفت با این شروع کن. اگه خوب از آب در اومد بازم کتاب هست که بهت بدم. مجموعه کوچکی از چند داستان کوتاه لوتوستوی بود. در راه بازگشت با خودم گفتم که برای فرار از گرما زیر درختی در کنار کیزدار بنشینم و نگاهی به کتاب بیندازم. می دانستم که تولستوی نویسنده بزرگی است اما تا آن زمان چیزی از او نخوانده بودم به خواندن پرداختم و کم کم زمان و گرسنگی از یادم رفت به شدت تحت تأثیر کتاب قرار گرفته بودم آنچه بیش از همه بر من تأثیر گذاشت سرگذشت دردناک پولیکوشکا رعیت بینوایی بود که به خاطر بیموالاتی ها و دل دوزدی هایش همه به او میخندیدند و تحقیرش میکردند. تا اینکه روزی با قبول مأموریت مهمی از سوی زن ارباب تصمیم گرفت برای خود آبرویی به دست آورد اما پولی را که به او سپرده شده بود گم کرد و از فرد سرگشتگی خود با بدار را به دار آویخت با خود گفتند نویسنده که توانسته است داستان رنجالود رعیت بینوایی را با این همه صمیمیت تصویر کند نویسنده بسیار خوب و با شهامت بوده است آهنگ کند و غمالود قصه بیانگر نوعی همدردی و دلسوزی بود که از ترحم یک انسان عادی بسیار فراتر می دفت. انسانی که از بدبختی هم نوع خود متاثر می شود اما نگاه از او بر می گیرد تا خودش کمتر غصه بخورد. به نظرم عجیب و باور نکردنی می رسید که به طور اتفاقی با چنان داستانی آشنا شده باشم. چرا آن را در مدرسه نمی و تفسیر نمی کردم؟ بعد از ظهر دوباره سراسر داستان را خواندم و نکته های تازه زیبایی را کشف کردم که بار اول با آنها پی نبرده بودم. شکی نبود که دیگران هم از آن خوششان می آمد. هرچند که نام های روسی و به ویژه شکل مخفف آنها اندکی ببرنج بود. کوشیدم راه حلی پیدا کنم تا در این باره مشکلی پیش نیاید. هنگامی که به محل انجمن رفتم، در جای این احساس به من دست داد که آن چند پیره مرد قرار قرارمان را فراموش کردم. جلو در روی زمین نشسته بودند و یکیشان داستانهای پرشاخ و برگی را از درگیری خودش با یک چوپان تعریف میکرد. اشارهای به لاتسارو کردم و کتاب را نشانش دادم. او گفت خب ساکت بشیم و به کتاب گوش کنیم. پیرمردی با مرولون گفت بچه که نیستیم قصه مال بچه هاست. در جوابش گفتم این قصه را واسه بزرگان نوشتن. یکم صبر کنین و فقط گوش بدین. پیرمرد دیگری گفت درباره چیه؟ نمیتونی خلاصش رو برامو بگی؟ حس کردم که نه چندان از سر کنجکاوی که بیشتر برای آن که به من برنخورد به شنیدن قصه تن با لنی کما بیش مطمئن داستان را شروع کردم. اما پس از چند جمله حس کردم که توصیف دقیق و مفصل داستان کلاف پیچیده ای است که شنوندگانم احتمالا رشته آن را گم کردند. دودل شدم و سر از کتاب برداشتم و نگاهی به لاتزارو انداختم. پرسیدم گوشتون با منه؟ یکی باز گفت نمیتونی خلاصه قصه رو توی دو جمله برای اون تعریف کنی؟ گفتم اگه این کار شدنی بود که خود نویسنده قصهش رو توی دو سه جمله میبشت و تمومش میکرد. لاتزارو دلگرمی هم داد و گفت ادامه بده. اما دیگر نمیشد ادامه داد. شرح کوتاهی درباره شخصیت پلیکوشکا دادم و گفتم که آدم خوبی است و هر بار خطایی میکند و در دوزیش فاش می شود قول می دهد خودش را اصلاح کند آدمی است که در زندگی دست به هر کاری زده یکی از پیرمردا گفت خلاصه این که این یارو از اون آدمای بیخوده که باید بگیرنش و بندازنش تو زندون وا رفتن اگر شنونده اندک علاقه به بی پلیکوشکای بیچاره نشان نمیداد تعریف داستان چه فایده ای داشت لاتزارو گفت ادامه بده کتاب رو به کناری گذاشتم پایان داستان را در چند جمله تعریف کردن. سفر پولیکوشکا به شهر برای انجام کار مهمی که زن ارباب به عدهش گذاشته است در یافت پول از بازرگان ثروتمند گم کردن آن پول هنگفت در راه سرگشتگی و درماندگی و جستجوی بیهودهاش برای یافتن پول و سرانجام خودکشیاش لاتزارو پرسید بالاخره پول پیدا نشد گفتم اتفاقا پیداش کردن و برای خانم ارباب بردن اما اون که پلیکشکار هر قاویز دیده بود از اون صحنه اونقدر متأثر شده بود که پول رو قبول نکرد یکی از پیرمردا پرسید آخرش چی شد گفتم خانم پول رو بخشیدش به همون کسی که پیداش کرده بود گفتم که خستم و خداحافظی کردم در چند سال پس از آن چنان گرفتار بودم که دیگر فرصتی برای خواندن آثار ادبی پیدا نکردم کتابایی که با آنها سر کار داشتم تنها درباره مسائل اقتصادی بود و تازه همین کتابا رو هم برای چیز یاد گرفتن نمیخواندم بلکه از آن برای نوشتن مقالات روزنامه بهره می مقالاتی که به همان اندازه که صمیمانه بود سرسری نیز بود تنها یک بار در جریان سفری به مسکو به یاد پولیکوشکا افتادم شبیه همراه با چند تن در نزدیکی های بنای یادبود پوشکین بودیم چشمم به دو معمول افتاد که بیدلیل روستایی پیری را کشان کشان می بردند. فورا او را شناختم. دعوت می کنم داستان کوتاه سگ خالی نوشته دین و بودستی را می بشنم. صبح روز قبل از اید نورا داشت مجسمه های کوچک پرسپیو را روی تاقشه ای میگذاشت. امسال با آن همه آشفتگی که در درونش بود اصلا حال و حوصله درست کردن درخت را نداشت و دستایش چوپانانی را که زانو زده بودند گوسفندها فرشته ها و شاهان مجوس را قرار میداد اما ذهنش جای دیگری بود فکرش همچون ستونی ثابت متوجه آن زخم لعنتی دردناک بود که صدای تب بیشنید ضربه خشک و سختی را پشت سرش برگشت و با تعجب گلوب سگ محبوب بلداگش را دید که تلو تلو خوران جلو می آمد و پوزش را برای جستجو به این طرف و آن طرف می گره. صدا کرد گلوب گلوب اما سگ جست و خیز عملی که همیشه انجام میداد به سمت او نرفت بلکه انگار که نفهمیده باشد نامسمم ایستاد موضوع عجیبی بود نورا زانو زنان به سگ نزدیک شد و سر بزرگ او را بین دستان خود گرفت و به او گفت چه گلوب؟ گلو؟ مریضی گلو؟ چرا اینطوری نگاه میکنی گلو؟ در همین حال متوجه شد که سگ او را نمی از مدت ها قبل متوجه شده بود در چشمان گلوب نوعی حاله شیری رنگ در حال شکل گرفتن است. حالا این تاری تمام مردمک را در بر گرفته بود. نورا یک دستش را دو سه بار جلوی چشمانش تکان داد. مردمک ها لرزشی نداشتند. کور. حالا آن صدای کمی قبل توضیحی داشت. گلوب در حالی که کورمال جلو می آمد در تاریکی به پایه یک میز خورده بود. او آن سگ را به زن هدیه کرده بود. بنابراین آخرین تکه زنده او بود که از او برای زن باقی می ماند و او دیگر آنجا نبود. ناپدید شده بود. و زن را ترک کرده بود و بنابراین گلوب تنها دستاویزی بود که زن برای امکان ادامه دادن به زندگی میتوانست به آن درآویزد و مسلما دریابد که اینها داستانهای عجیبی به نظر میآیند اما این حوادث غالبا در زندگی اتفاق میافتند ترس او را فرا گرفت بازم به طور وحشتناکی خود را بیش از پیش در آن خانه بزرگ تنها احساس کرد هیچ کس آنجا نبود که بتواند به او کمکی کند. حتی انگار که قررش کشدار و مرموز شهر آن نو ناله عمیق و دردناک ناگان خاموش شده بود و نورا در سکوت بیش حد سالن یک باره زربانهای قلبش را که میتاخت شنید. فوراً باید دامپزشکی را خبر میکرد. احتمالاً موردی افونی بود و میبایست به دنبال راه چارهی میگشت. اما پیشاپیش میدانست دامپزشک اصلا از موضوع سر نمی آورد. آخرین بار چشمای سگ را با تردید امتحان کرده بود و بحثای مبهمی در رابطه با مسمومیتی پیش کشیده بود و آنتیبیوتیک داده بود. اما آنتیبیوتیک به هیچ دردی نخورده بودند. و تازه شب تولد مسیح بود و دامپزشک پیدا نمی شد و همه مردم دیوانه به نظر می آمدند. اگر از کسی تقاضا می کرد، همه پاسخ های یکی بود حتما خانم اما بعد از تعطیلات بعد از تعطیلات او در ضمن در حالی که گلوب را صدا میزد از طرفی به طرف دیگر اتاق میرفت تا بررسی کند که آیا دیگر اصلا نمیبیند و گاهی به نظر میرسید که سگ حداقل سایه او را در میافت و زود به طرفش میرفت اما گاهی به جهتی اشتباه میرفت و با اساسیه برخورد میکرد به شدت دلش برای سگ و برای خودش سوخت و به فردا شب فکر کرد او تنها برای اولین بار در خانه بزرگ و از آپارتمان های همسایه ها صداها آواها و خنده ها و گروب که مثل همیشه در کنارش روی زمین پوزش را به سمت او خواهد گرفت و با مردمک های تار بیان که ببیند به او خیره خواهد شد آن وقت به خاطر بیرحمی اتفاقات حالتی از خشم و غذب او را فرا گرفت به قیمت زیر و رو کردن همه میلان هم شده باشد باید دامپزشکی گیر بیاورد حداقل اینکه میفهمید آیا جای امیدواری هست یا نه نورا در کمال نگرانی فکری عجیب و غریب که در شرایط عادی به نظرش غیر منطقی می رسید، به مغزش خطور کرد. به پروفسور کلری چشم پزشک سرشناس که میدانست دوست را مرد بوده است تلفن کند. اما کلری درباره او چه فکر میکرد؟ تقاضا از یک شخص بلند مرتبه برای امتحان کردن یک سگ دیوانگی بود. مهم نیست حتی اگر به او بر بخورد. اگر قلبی از سنگ نمی داشت، اهمیت بیش از حد موضوع را در میافت. عجب، فکر می کرد که کسی در مطب به پروفسور کلری جواب ندهد یا به او جواب بدهند که پروفسور بیرون است یا که آن روز کسی را نمی یا که آن روز یک دقیقه آزاد ندارد و میبایست برای بعد از این وقت گرفت یا که تلفن دائما اشغال باشد یا که تلفن خراب باشد یا حتی اینکه پروفسور کلری تنها آدمی در جهان که میتواند کمکش کند ناگان همان روز صبح مرده باشد اما برعکس موضوعی باور نکردنی خود شخص چشم بود که جوابش را میداد و زن را فورا شناخت و انگار همه آنچه را که اتفاق افتاده بود میدانست و اشاره به مرد نکرد و وقتی که زن با طول و تفصیل دست و پاگیری بیان که به او توهین کند سعی کرد توضیح بدهد که به چه چیزی احتیاج دارد او های بلندی سر داد و فورا گفت راستش بگین خانم شما شما من نداریم به این بگین که موضوع یک سگ در کاره اما شما به این خیلی کم لطفی میکنی نکنه موضوع بولداگ معروف شماست درست اون؟ بله؟ دیگه نمیبینه؟ حیوان بیچاره حتما بیارینش پیشم خانم ببینین الان باید برم بیمارستان اما ساعت چهار و نیم منتظرتونم خیالش راحت شد آفتاب با روشنای ملایمی بر مخمل بنفش یک مبل میتابی نه نه نمی باید خود را با اولی مشکل باخت چه خصلت ناخوشایندی داشت در جهان به لطف خدا هنوز آدم های خوب وجود دارند همه آدم های نیستند روز بسیار سرد و آرامی بود نورا در حالی که منتظر زمان بردن گلوب نزد چشم بود در خانه آواز میخواند اما مشکل اینکه ساعت چهار و نیم که نورا با زحمت فراوان سگ را مقابل در دکتر از تاکسی پیاده کرد روز داشت به پایان می رسید. نورا توجهی به آن نکرد و وارد ساختمان شد و خود را به دست آن اتفاقات کوچک تسلا بخشی که پیش رویش گشوده می شدند سپرد. چون که مردم در اتاق انتظار پر مطب کلری به شدت نگران گروب و مسایبت شدند و بعد دکتر کلری با خوشرویی حق تقدم را به سگ داد. آمد و به داستانش گوش داد و چشمانش را نگاه کرد و گفت که هیچ جای نومیدی وجود ندارد. موضوعی این موضعی نیست و همه به ضعف عمومی بدن برمیگردد و بنابراین جای امیدواری دارد. سگ هم با احساس غریبگی ابراز ناآرامی میکرد و خود را خجول به صاحبش میچسبان. به تدریج که پزشک صحبت میکرد، به طور غیر قابل وصلی خیارش راحت شد. پس مسئله کوری در میان نبود. هیچ چیز به پایان نرسیده بود. چون وقتی که گلوب وجود نداشته باشد، نورا احساس میکند که آخرین پیوندش با آن مرد قطع شده است و زندگی تبدیل به همان عذاب جهنم می شود. نه، گلوب زنده خواهد ماند. دیدش را به دست خواهد آورد و باز روی چمنزار باغ ملی همراه قهقه کودکان دنبال توپ خواهد کرد. اما در پایان دیدار وقتی که نورا بیرون رفت و خود را با سگ در قلاده در میدان کوچک یافت دیگر شب فرا رسیده بود. دکتر کلری حالا داشت مریضای دیگر را میدید. بیماران در انتظار دیگر به حیوان فکر نمی کردن. بلکه همچنان نگران مشکلات خود بودند و نورا فهمید که در آن لحظه حتی یک نفر هم در جهان وجود ندارد که به او فکر کند. در میدان کوچک یک ایستگاه تاکسی بود. اما در آن شب جنونامیز تاکسی نمی آمد. نورا منتظر ماند. سگ نشسته در کنار پوزش را به طرف او بلند میکرد می کرد و میپرسید چه شده است. حالا دیگر هیچ کس توجهی به بلاگ کور نداشت. هیچ کس به زن توجهی نمیکرد. این میدان کوچکی در مرکز شهر بود. دورا دورش مغازه های نورانی و اینجا و آنجا لدیف چراغ ها که با ضرب از پیش تعیین شده به شدت روشن و خاموش می شدند. سر نبش یک فروشگاه بزرگ پوست فروشی. آن مرد درست دو سال پیش پوست خز برای او خریده بود و کنارش تابلوی کلوپ شبانه معروف. بارها با او به آنجا رفته بود و بعد همیشه به گومگوهای معمول چون که مرد بعد از مدتی درش میخواست برود بخوابد و اما زن میخواست منتظر نمایش شود. همه چیز، خانه ها، تابلوها، ها، تابلو ها، تبلیغات، انگار به او، به نورا میگفتند یادت میاد؟ یادت میاد؟ اما همه چیز به پایان رسیده بود. تاکسی نمی آمد. سرما همچون تیروه یخ وارد بدن او شده بود بولداک ناگان از سرما به آرامی شروع به گریه کرد دیگر یک مشک پر نبود دیگر یک اجده نبود یک ابر نبود ارباب پیر نحیف و بیمار و قصده ای بود که جهان فراموشش کرده بود زن مبهود دوروبرش را نگاه میکرد آن همه جمعیت از کجا میامد؟ انگار به عمد از اعماق پنهان شهر بیرون ریخته بودند تا او را کلافه کنند مردان زنان دختران و پسران کودکان پیران همچون کابوسی از بازی چرخ زدن به گرد او در میدان کوچک جمع می شدند و همه چهره برانگیخته داشتند همه بسته رنگارنگ داشتند همه لبخند می زدند همه شاد بودند نورا به خانه خالی و در سکوتی که انتظارش را میکشید فکر کرد به زوایای تاریک با شرمندگی دریافت که گریه میکنند عشقا از گونههایش همچون جوری جاری بود و هیچکس توجهی به آنها نمیکرد آن مرد کجا بود شاید او هم با بسته های کوچک کوچک بزرگ شاید او هم شاد در همین میدان بود در میان جمعیت بیانان تاکسی نمی آمد. شاید یک ساعت سپری شده بود. سگ از سرما با ناله های آرام می نالید و او نمی توانست تسلایش دهد. بیگانه بودن و بی نگاهی در قلب جشن چه وحشتناک است. آن وقت سرانجام فهمید که گلوب بیچاره بولداگ نمی تواند به ایش درد حتی اگر دیرش را هم به دست می آود و حتی اگر به جای دوچشم صد چشم بینا می داشت بازم به هیچ درد نمی خورد. چون که گلوب فقط یک سگ سک بود. سگی که سر هیچ چیز از رنج او نمیدانست، و حتی سهمی کوچک یک نشانه و اثری ناچیز از مرد از معشوب دور در سگ باقی نمانده بود. سگ توهی بود. بنابراین تنها بود. از کنارش می گذشتند. به او سایده می شدن. حتی چند بار تا حد زمین خوردن به او تنه زدند. اما کسی در صورتش نگاه نمیکرد و در نمی یافت که چقدر غمگین است.